خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در مورد زندگی زنبورها، در مورد در واقع ماشین‌های تولید ملکه در کندو و تولید غذای ملکه که همون زنبورهای پرستار هستن صحبت کردیم. اینکه چه جوری اندامشون رشد میکنه، چه چیزهایی توش دخیله. به قولی کامیون آجر پیاده کردیم هم برای همین مبحثمون، هم انشالله برای اینکه یه روزی تو کارتون به امید خدا بخواین یک نوآوری بکنین یا یک تغییر ایجاد بکنین، بدونین که اون حرکتی که دارین میزنین چه تأثیراتی داره و چه نقشی داره و بدونین که آیا کارتون درست هست یا خیر. به هر حال تا اونجا اومدیم، از ادواتم آب پیوند و تیرک و فنجانک و سلول این چیزا رو گفتیم، رسیدیم به این اتاق پیوند. یه چیزی که هستش اینه که ما یک مرحله از کارمون به نام پیوند، معناش چی؟ معناش اینه که ما لارو جوان رو با استفاده از سوزن پیوند یا هر چیز دیگری، چون فقط سوزن نیستش، یه خورده در مورد دستگاه های پرورش محکم یه بنزه یه اسلاید صحبت میکنم، لارو جوان رو برداریم و به یک کندوی پذیرنده و کندوی پرورش دهنده ملکه انتقال بدیم. این تا اینجا خوب شد ادوات. خب اتاق پیوند اینجا کجاست؟ اتاق پیوند اینجاست که ما وقتی که این لارو از کندو بیاریم بیرون، زنبور روش و فرچه بزنیم و بریزیم، این بدون زنبور در معرض سرما، گرما، خشک شدن و هر چیز دیگری. چی کار باید بکنیم که این لارو ما خشک نشه؟ ببینید اولین قدمش اینه که زمان مناسب اگر ما برای پرورش ملکه انتخاب کرده باشیم، یعنی تو فصلش اگه باشیم، معمولا بیرون هم میشه پیوند زد، ولی خیلی وقتا تو کار تجاری نیستش که ما بتونیم بیرون بشینیم و راحت پیوند بزنیم، باید یه بستری فراهم باشه. این بستر بهش میگن اتاق پیوند. اتاق پیوند اتاق نیست لزوما، یک فضاییه که دماش در حد 30 درجه 27 درجه تا 32 درجه باشه، نهایتاً رطوبت بالایی داشته باشه، اصلا کاری نداریم رطوبتش چقدره، دم کرده باشه اون اتاق و نور سرد داشته باشه. نور سرد از زاویه که پشت سر اون پیوندزن بیاد و توی سلول‌ها رو روشن بکنه. اتاق پیوند کجاها میتونه باشه؟ اتاق پیوند میتونه مثل اینجا که مؤسسه تحقیقاته که 4 نفر همزمان پیوند میزنن، میتونه یه همچین اتاقی باشه که یک گازی رو روشن کردن و حضورتون عرض شود روش یه دونه دیگ آب گذاشتن و این دیگ داریم دائم میجوشه، هم دما ثابت میمونه، اون آب خیلی نقش داره، هم دمای اتاق ثابت میمونه، نوسانش کم میشه و هم رطوبت اتاق رو تامین میکنه. اینجوری لاروها نه سرما میخورن و نه خشک میشن. اگر ما تو صحرا بودیم، تو بره بیابون بودیم، چاره چیه؟ تو ماشین میشینیم این کار رو انجام میدیم، ماشینم درش رو ببندیم دیگه، چه جوری میشه دیگه. اگر که تو چادر بودیم، یه دونه آفتاب آب کف چادر آب میریزیم و چادر رو گرم میکنیم، دراش هم میبندیم و این میشه اتاق پیوند. دوستی رو من دیدم که یه دونه از این شمعهای شفاف انداخته بود، مثل حالت یه دونه در واقع چادر کوچیک و رفته بود تو نشسته بود این کارو میکرد. ولی در کل اگر که چنین چیزی نداشتیم و هوا اجازه میداد، ببینید چه چیزایی، من میگم هوا یعنی چی؟ یک، دما درجه حرارت از همه مهمتره، بعد از اون رطوبت، رطوبت هم اهمیتش کم نیستش، بعد از اون بحث بله شمار که تعمیر رطوبت لازم، همه جا ببینید همه جا لازمه، رطوبت کندو خیلی با رطوبت بیرون فرق میکنه. و نکته دیگه هم بحث گرد و غباره. یه وقتی اگر جایی هستیم که دارن کار عمرانی میکنن یا کنار خیابونه یا هوایی مناسبی نیست، باد میاد و اینا، بیرون پیوند زدن به دلایل مختلف که عرض کردم خدمتتون کار جذابی نیستش. اما یکی ببینید، این همین اتاق است. ببینید یکی یه چراغ گذاشتن اینجا، یه خرکی هستش که این شان حاوی لارو جوان رو روش قرار میدن، صندلی داره قشنگ و تیرک، جای تیرک داره هر کدوم از این شانها، هر کدوم از این خرک ها،
و اگر که نداشت شما میتونین تیرک رو روی این تیرک پیوند روی این قسمت بالایی قاب رو قسمت پایینی بذارین، مشکلی نداره. این اتاق پیوند دیگه است. البته این اتاق پیوند داشتن این دوستای ما کار جر رویال میکردن، این مال جنگل های شماله و حضورتون عرض شد که نگاه کنید به سرشون از این هدلایت ها زدن و خدمت شما عرض شود که دیگه چیزی که هستش اینه که زیر اون شانهاشون کلن پارچه خیس گذاشته بودن، ولی این توی ژل رویال بیشتر این شیوه بیشتر رایجه، تو پرورش مرکه کمتره. دلیلش هم مشخصه دیگه، تو پرورش مرکه کار خیلی کوتاه‌تره، اینجوری تیراژ پیوند بالا نیستش و خب به شکل دیگه انجام میشه. خب سوالی که اینجا پرسیده شده چرا خیلی نزدیک، نه این چراغای فلورسنت اینا که نیستش و این لامپای در واقع کم مصرف اینا حرارت کمی تولید میکنه. اونجا اینجوری بود که این لامپ آفزون بود، اینجا اون پیوندزن با یه دستش پیوند میزد با یه دستم لامپ بالا سر این تکون میداد. چون تعداد پیوندمون کمه از این لامپای سری هم میشه استفاده کرد. لامپای LED از همه بهتره، لامپای دیگه هم هستش که تو این فیلم ها و عکس ها اینو میبینیم، ولی خب قیمتش خیلی بالا در میاد که اونا یه منبع نور داره و با فیبر نوری این نور رو میرسونه به جایی که ما میخوایم که تو تلقیم مصنوعی خیلی ها از اونها استفاده میکنه. گرم که باید گرم بشه دیگه، لامپه گرم نمیشه، نه لامپه گرم نمیشه، خیلی گرم نمیشه چون اتاق خودش گرمه. اینم که خود منم میشستم سر کندو قشنگ تیرک رو گذاشتم سر قاب و از توی قاب میبینید اینجا یه چیزی دقت کنید، قاب تیره رنگه، از توی قاب تیره رنگ شروع کردم دارم لاروهای مد نظرم رو بیرون میارم و به سادگی پیوند میزنم. این یه فیلمه، حالا فیلمش هم فردا سعی میکنم بارگذاری کنم، من این کارها رو فیلم دارم همه رو ازش. اینم که مال امساله، امسال شرایط اتاق من خوب نبود برای پیوند. حضورتون عرض شود که از طرفی هم یه مشکل اساسی تو زمین داشتیم که اینجا داشتن کار میکردن و همچی گرد و غبار بود. من دیگه به این که هوا میخورد نامناسب بود، من دیگه این که بیان فرچه به زمین نبود، یه خود زنبور رو کم میکردم با همون زنبور پیوند میزنم، کاری هم ندارن دیگه، زنبور پرستاره، مشکلی پیش نمیاد. چون تعدادی هم نیست، شما نکنید دو تا تیرک 15 تایی من دارم پیوند میزنم، یکی اینجاست یکی هم که گذاشتم تو همون کندوش، یعنی عددی نیستش که بخواد این زنبور مزاحم من بشه. بعدم میگفتم هستن دیگه لوقا، ولی اصل ماجرا اینه که اگر هوا اجازه بده، این تو این هوا من پیوند میزدم از 15 تا پیوند 10 تا 11 تا میگرفت، ولی تو حالت قبلی از 15 تا پیوند 14 تاش میگرفت بدون هیچ مشکلی. من توی ویدیوها خب دیروز پیوند رو نشون دادیم کاری نداریم. وسیله بعدی که تو پرورش مرکه لازمه، ببینین پر هزینه ترین قسمت از فرایند پرورش ملکه قسمت جفتگیری ملکه است، پر هزینه ترین قسمتش اینجاست. چرا پر هزینه است؟ برای اینکه زنبور لازم داره برای کار. جای دیگه ما یک کندو، یک کندو استارتر فینیشر، یک کندو استارتر که بعداً همین تو همین جلسه بهتون میگم چیه، اینها معمولاً دارن تعداد خیلی زیادی ملکه رو پرورش میدن. یعنی تو شما حساب کنید هر دوره بر فرضی 30 تا بگیره و تو هر 10 دوره اگه این کارو بکنه، خب 300 تا ملکه است و اگه قیمت کندو رو شما 1 میلیون حساب کنین، منهای تغذیه و دارو اینا که داره میخوره، قیمت تمام شده برای اون کار هر ملکه 3000 تومانه و عددی نیست. اما یه کندوچه داره زنبور زیادی میبره و قیمت تمام شده ملکه رو بخش عمدهش رو همین کندوچه ها این که مشخص میکنن. چون مثلا یه کندوچه یه قاب اگه زنبور الان بگیرم من میگم 1 میلیون که بتونم حساب کتابم راحت باشه، 100000 تومان زنبور میبره و خب دوبار میشه ازش بهینه استفاده کرد و دوباره نیاز به تقویت داره و هر باری که شما در واقع هر ملکه 50000 تومان براتون هزینه جفتگیری داره. این رو یادتون باشه، یه جایی بهش میرسیم که بسیار مهمه و اینکه چجوری چنین هزینه هایی رو بیاریم پایین. خب برای اینکه ما تعداد زنبور رو بیاریم پایین و هزینه جفتگیری رو کم کنیم، از
کندوهای کوچک استفاده میکنه. کندوهای کوچک از پنج قاب هستش، پنج قاب لانگستروت، یعنی با همین سایز پنج قاب لانگستروت هستش تا کندوچه های سه قاب کوچک، یعنی یک چهارم قاب لانگستروت سه تا از اونا داره که مجموعا یک قاب زنبور هم نمیبره. هر کدوم خاصیتی داره و هر کدوم در جایی مفیده و باید حالا در موردش بعد هم صحبت دارم، عکسشو گذاشتم تا ببینید فعلا بشناسیدش. پرورش دهنده ملکه و کلا زنبوردار بدون ابزار نشانگذاری ملکه که یا پلاکه یا ماژیک نشانگذاری ملکه است و اگر اون خرت و پرتای حالا چیزایی که هستش مثل همین پیستونای نگهداری ملکه اگه اونا رو نداشته باشه خیلی کارش لنگه. حالا بعضیا تیراژ کارشون بالاست، و حالا میگه من وقت نمیکنم با این وسایل. یه دونه من اینجا دارم، این خب هفت گوهره، اونی که تو تصویره بازم تو بازار هستش. یه مدلش هستش که میذارن رو کمر ملکه، همونجور میذارن رو قاب نگهش میدن و علامتشو میزنن، خالکوبی به قول بعضی دوستان. این که کدوم بهتره و چه جوری بهتره بیشتر به دست شما ربط داره. من اینا رو دارم به خاطر که یه شیاره، مثل اینا توری نیستش. شیاره باعث میشه که وقتی خیلی وقتا من پلاک میزنم به جای رنگ و پلاکو میخوام بچسبونم دیگه خیلی راحت تر کارم انجام میشه و تو حالت دیگه ملکه خود عقب جلو خودشو بکنه این پلاک کنده میشه، میچسبه به این توریه و کنده میشه. ولی تو حالتی که شیاره این اتفاق خیلی سخت میفته، بعد اینکه ملکه به شکمش هم فشار نمیاد. واسه من اون رو برای خودم اون رو میپسندم، ولی شما اینا رو بدونین که تو بازار هستش. رنگاش هم که اینجاست چیز خاصی نیستش. من در مورد این نشان گذاری صحبت میکنم، یه ویدئوی 6 7 دقیقه‌ای هم گذاشتم تو کانال آپاراتم، ببین ببینین اگه میخواین اطلاعاتتون کامل بشه. البته من اطلاعاتم کامل نیست، هرچی میدونستم گذاشتم اونجا، ببین ببینید. این هم که پلاک های ملکه است، پلاک هاشون هم که شماره 1 تا 99 و اگر شما بخواین شماره بزنین رو ملکه، مثلا 150 تا 200، اگه بخواین 200 بزنین 210 بزنین، چارش اینه که یه قراردادی برای خودتون بذارین، بگین ساعت مثلا 2 اگه پلاک رو چرخوندم از پشت ملکه، پشت سینه ملکه، من میگم کمرش که راحت بشه، کمر ملکه یه زاویه مثلا ساعت 2 فرض کن، یه ساعت سرش ساعت 12 یا همون 0، وقتی تو 2 قرار گرفت میگیم این عدد چیه، صدگانش 2ه، 20 میشه 220. اگه عدد 20 رو چسبوندیم صدگان هم که ساعت 2 رو نشون میده میگیم 220. اینجوری قرارداد میکنن. خیلی از جاهایی که میبینین مثلا تعداد زیادی ملکه دارن این قرارداد رو دارن و روش هم هستن. یعنی شما یه وقت تصویر از یه ملکه توی ایستگاه درست حسابی مخصوصا خارج از کشور ببینین این هستش. بهترین چسب در مورد اینجا، من خودم راستش بخوام از چسب چوب شمال استفاده میکنم، اون که سفیده، یعنی یه سریش هم بیرنگه و بو نداره. من یه سری اینا از یک فروشگاه هامبورگ آلمان گرفتم، یه تعداد زیادی بود، بعد به برادرم گفتم چسبم بگیر، گفتش که چسبم میگیرم، چسب گرفت و دیدیم به درد نمیخوره اصلا. بعدا من به همون بنده خدا تو اینستاگرام پیداش کردم، گفتم که این چسبا به درد نمیخوره، گفت خود من چسب چوب میزنم. حالا این چسب چوب دیگر، چسبی که میتونیم استفاده کنیم، چسب ناخونه منتها بدون بو، برندش هم میگم الان یادم نیستش، برندش هم بهتون میگم که دو تا از برند ها هستش که چسب ناخونش بو نداره، بعضیش یه ماده ای داره به ملکه میخوره، اصلا ملکه خشک میشه، کاری نداریم میکشنش، خشک میشه. دمش صحبت میکنم. نفسک های جابجایی ملکه است که خب همتون باش آشنایین، انواع اقسام داره، بعضیش دو تا محل خمیر شیرین داره که میگم چیه، تو بانک در موردش صحبت میکنم، بعضیش یک محل خمیر شیرین بزرگ داره، بعضیش یه قسمتی داره که قابل شکستنه که ملکه از توش آزاد بشه و انواع اقسام مختلف داره، زیاد در قیدش نیستیم. قفس های معرفی ملکه است که این بهش میگن قفس فشاری و
جز موثرترین قفسهای موثرترین روشهای معرفی ملکه روشی که از این قفس استفاده بشه. انواع اقسام هم داره، من این یه مدلشو گذاشتم. خب وارد حرف اصلیمون بشین. ببینین دوستا به من میگن که تعداد مثلا من 5 تا کندو دارم، من 10 تا کندو دارم، من 100 تا کندو دارم، مهم نیست این تعداد. میتونم آیا پرورش ملکه را بزنم؟ ببینین اگه پرورش ملکه برای خودتونه، آره میتونین را بزنم. ولی اگر برای دیگران میخواین پرورش ملکه بدین، یکی از رمز و رازهاش اینه که شما تعداد زیادی کندو داشته باشین، حداقل بالای 40 تا 50 تا حداقل. و دلیلشو میگم الان. و این زنبورستان زنبورستانی باشه که اگه کسی بیاد بتونین بگیم آقا زنبورستان خیلی خوبه، بتونین لذت شروع بریم، بگیم آقا نه کنه داره، نه نوزما داره، نه گرسنگی کشیدن، از نظر نظم، از نظر نظافت، تعداد قاب، جمعیت، جمعیت بالاییه. این زنبورستان خوب نتیجهش ملکه با کیفیت تو صحرای خوبیه، همه اینا دیگه. یعنی پارامترهایی که ما میگیم زنبورستان خوبه، آقای خافی سایت قبلی اینه، روش های تولید ملکه به تعداد زیاد، تیتر در واقع اینجا من گذاشتم زنبورستان خوب چیه. این که میگم تعداد کندو زیاد باشه، یکی از دلایلش همین نرهاست. خیلی نر پرورش نمیدن، اعتقادی ندارن، اشکالی هم نداره، برای یه تعداد ملکه‌ای، تعدادی که زیاد نباشه، همین نرهای زنبورستان کفایت میکنن. بحث دیگه این که میگیم مدیریت خوب زنبورداره، واقعا مدیریت زنبوردار توی پرورش ملکه باید دقیق باشه، همه چیز روز و ساعته پرورش ملکه، زنبورا سالم باشن، محل استقرارش خوب باشه، این تعریف داره و بهتون میگم محل استقرار چیه، جمعیت هم قوی باشه، کارگرهای فراوان داشته باشن و از اون مهمتر جمعیت پرستار این کندوها در اوج خودش باشه. اما انتخاب محل زنبورستان پرورش ملکه، اولین چیزی که شما تو پرورش ملکه باید لحاظ کنین و براتون مهم باشه، فاصله از زنبورستان دیگه است. این که فاصله چقدره دمش صحبت مفصلی داریم، چند دقیقه صحبت میکنیم، ولی بدونین این فاصله خیلی نقش کلیدی داره، یعنی آبرو حیثیت شما رو میتونه ببره به سادگی اگه فاصله با زنبورستان کم باشه. بر فرض شما یک نژاد خاص دارین کار میکنین، مثلا دارین کارنیکا کار میکنین، دارین ایتالیایی کوردوون کار میکنین، یعنی رنگ روشن روشن دارین کار میکنین و این رنگ ها رنگ های رنگ کوردوون رنگ مغلوبه، یعنی اگه یه نر غریبه داشته باشی با اونجا فخور، احتمالی که کارگر رنگش عوض بشه هستش دیگه، از اون خلوص در بیاد. خب شما دارین به اسم کوردوون میفروشین، این قدم اول اصلا با هیچ چی دیگه کار نداره، قدم اول اینه که اون زنبوردار ملکه رو معرفی میکنه، ملکه تخم میریزه، نوزادش که در میاد میبینه اون رنگی نیست که شما میخواید، این اولین قدم. یا آقا فلانی برندش یک نژادی بود ولی من ازش گرفتم و کارگرها خلوص کافی رو نداشتن، این یک بخشی از ژنتیکه. بخش دوم اینه که شما ژنتیک مد نظرتون، خب شما اومدین نرهای کندوهای نامطلوب رو حذف کردین، نرهای کندوهای مطلوب رو پرورش دادین، بعد از اون اتفاقی که افتاد این که فکر میکنین که منطقه اشباه شده از نرهای شما، در حالی که یه زنبورستان 200 تا 250 تا کنار دستتون باشه به اندازه 10 تا کندوی پدری براتون نر آماده کرده و این نرها نرهای نامطلوبن. خیلی وقتا کندو خوب نیست، فقط جمعیتش زیاد بوده، زودتر من شروع کرده به پرورش نر. خیلی وقتا زنبوردارا این اعتقاد رو دارن که کندویی که زودتر نر پرورش میده این کندو بچه دهتره، کندویی که دیرتر نر رو میکشه این کندو بچه دهتره. و خب تو کارم کندو خطری، خب این تو زنبورستان دیگه هستن و از اون اول میبینی نراشون هست و کار شما رو خراب میکنه. هر چقدر شما سلیقه به خرج بدین و بخواین ژنتیک رو کنترل بکنین، زنبورستان مجاور میتونه به شما صدمه بزنه. تو دامپزشی مشخصه، ببینین ما بحث کنه و نوزما رو که الان چالش جدی زنبورستان‌های کشوره بذاریم کنار، از اون مهمتر یه سری ویروس ها هستن که اینها حتی تو جفتگیری هم انتقال پیدا میکنن. ببینین تو حالت معمولی
یک زنبورستان این از این نظر مهمه، یه زنبورستان که اینجا هستش تا زنبورستان بعدی 3 کیلومتر 2 کیلومتر نیم فاصله داشته باشه، میشه گفت این دوتا آلوده نخواهند شد از هم دیگه و ایمنن. وقتی که صحبت کنه است، وقتی صحبت نوزه ماست. چرا؟ برای اینکه اینجا دغدغه ما زنبور چراگره. این زنبور خارج میشه 1 کیلومتر میگیم، اونم از اونور 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر میاد. صحرای خوب اینا خیلی سخت هم دیگر ملاقات میکنن و خیلی احتمال اینکه این آلوده بشن کمه. یه پژوهشی انجام شده بود مثلا 2 کیلومتر کندوها با هم فاصله داشتن، نزدیک 60 روز طول کشیده بود که کندوهای گروه دوم به کنه آلوده بشن. اما تو بحث ویروس ها و تو بحث جفتگیری مکه این قضیه نیسته، چرا که یه سری از ویروس ها از طریق نرها منتقل میشن و فرض کنیم اینجا زنبورستان 5 کیلومتر اونورتره، 8 کیلومتر اونورتره، نرها میان تو منطقه پرورش، منطقه تجمع نرها و ملکم وارد اون منطقه میشه و نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این ویروس به سادگی تو از فاصله خیلی دور به زنبورستان شما منتقل میشه و وقتی منتقل بشه شما داری اینجا تکثیرش میکنید دیگه. این نره که خدا بیامرزش ملکه هستش و ملکه اینو به نوزاداش انتقال میده و کندو اصلا دوچار مشکل میشه و زنبورستان کم کم دوچار مشکل میشه. پس اینو حواسمون باشه از دو جنبه، یکی امنیت شغلی خودمون حفظ بشه، یکی همی که ملکه‌ای که میفروشیم سلامت لازم رو داشته باشه. در 12 تا کندو از نظر ژنتیکی نه، ولی معمولا اینا کانون آلودگی هن. چرا؟ ببینین ژنتیک اونا اصلا شما غلبه میکنین بر اون، شما یک کندو پدری داشته باشین بر تعداد زیادی کندو میتونه غلبه بکنه، ولی به دو دلیل، یکی از نظر تعدادی که کیفیت نرها که داره پرورش داده میشه، ولی وقتی که یک زنبور داره آره آماتور کنار دستتون باشه مثلا میگه کنه، میگه خب باشه درمان میکنه، سال یه بار میبینی یه کاری کرد، ولی معمولا کندوش کنه داره. تو منطقه ما یه زنبورداری بود کندوش نوزما داشت، گفتم آقا نوزما داره اینا میمیرن تا سال دیگه، یه هه خندید و گفت خب میرم سال دیگه میخرم. اتفاقی که افتاد این که تعداد زیادی از زنبورداری منطقه ما از جمله خود ما درگیری شدید پیدا کردن و این هستش. معمولا کسایی که آماتوری کار میکنن اینا کانون آلودگیه کارشون، چون توجه لازمو ندارن به درمان. نوع پوشش و تنوع گیاهی منطقه، ببینید اینجا میگیم نوع پوشش، عمده دغدغه‌ای که داریم یه چیزه، یکی شهد به مقداری نباشد، ببین دو تا ریاتون باشه، شهد به مقداری نباشد تو اون منطقه که هستیم که زنبورها عسلی بشن، به جای اینکه زنبور پرستار باشن و نوزاد پرورش بدن برن به سمت عسلی شدن و تولید عسل. دومین قضیه اینه که گرده به رنگ‌های مختلف در مدت طولانی وجود داشته باشه. درست شد؟ این گرده که میگم اگه مثلا تک رنگ باشه خوبه، تو مدت کوتاه خوبه، تو مدت طولانی کم کم دوچار مشکل میکنه زنبورا رو. یه سری اسید آمینه ها، یه سری ویتامین ها اینا کمبود داره و خب از علائم خودشو نشون میده کم کم، عوارض داره. این که شهدم که مشخصه دیگه، هر جا خیلی از پرورشندهای ملکه از شهد فرار میکنن، کندوچه‌هاشون رو و کندوهای پرورش ملکه‌شون رو از شهد فراری میدن و همیشه جاهایی میبرن که گرده باشه و شهد اونچنان نیاد. عوارض طبیعی، عوارض طبیعی یعنی که چی؟ یعنی کوه، رودخونه، دریا، اینا نقش داره، جنگل، اینا نقش داره توی منطقه پرورش ملکه، بله نقش داره و در موردش اسلاید دارم صحبت میکنم. اما یک چیزی اینجا من باید بگم، دو تا چیزو باید اینجا بگم، اون هم دوستانی هستن که تو مناطق بادخیز یا مهگیر هستن. اگر در چنین مناطقی هستید برید سال قبلش رو ببینید که چجوریه اینجا، این مه چه ساعتهایی میاد. اگه پرسیدین از مردم یا رفتین هواشناسی نگاه کردین، دیدین که این مه ساعت 1 میاد تا 5 بعد از ظهر، این منطقه مناسب پرورش ملکه نیست. اگه دیدیم باد تو این ساعت ها میاد، این منطقه مناسب پرورش ملکه نیست. ولی اگه صبح ها مه داشت، شب ها مه داشت، این مهم نیست. اگه باد داشت مهم نیست، شب بود هیچ مشکلی نداره. ولی این نباید تو ساعت پرورش، تو ساعت جفتگیری ملکه های ما باشه. پس مه و باد رو حواسمون باشه. بقیه چیزا تو همه صحراها هستش، یعنی
یه وقت سرما میزنه، سرد شدن ناگهانی، گرما، چیزا اینجوری. ولی مه و باد رو نمیشه باش کنار من. مثل زنبورداری که میگیم دشمن زنبور رطوبت و سرماست، دشمن پرورش مرکه توی عوارض طبیعی و توی طبیعت این دوتان. بحث آلودگی به سمومه که من بازم در موردش صحبت میکنم. ببینین الان تو این سالهای اخیر، تو این 7-8-10 ساله، پژوهش‌های زیادی تو دنیا انجام شده روی اینکه این سم‌ها تو چه مرحله‌ای و چه جوری دارن به زنبورهای اصل صدمه میزن. یکی از کارهایی که این زنبور رو این سم‌ها میکنن اینه که تو دوزهای خیلی کم که زنبور رو نمیکشن، اینا وارد چرخه پرورش نوزاد میشن و بعدا منجر به میشه که لاروهای ما که مثلا میخوان بشن نرهای ما، و از اون ور ملکه ها، اینا باروری خوبی ندارن. یعنی ملکه اون رشد کامل رو نداره و نرها هم همینطور اسپرم کافی ندارن برای یک جفتگیری مناسب. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که اگر ما مثلا داریم کار میکنیم برای پرورش ملکه، اگر دو صحرای مساوی یا یکیش یه خورده حتی ضعیف‌تر بود ولی پوشش طبیعی تری داشت، سراغ اون پوشش طبیعی میریم. یعنی هم به خاطر تنوع گیاهی، هم به خاطر بحث آلودگی به سموم. اون مزرعه تک گل حضور شما عرض شود که مورد سمپاشی هم قرار میگیره، از اون دور میشیم. نه آقای شمس، ژله گرچه خوب رعایت بشه ولی نقش نداره. اینجا مستقیم رو کیفیت ملکه نقش داره. ژله گرچه با پرورش ملکه شبیه همن ولی تفاوتهایی دارن، مخصوصا چون ژله قطع یک فراینده، پرورش ملکه انجام کامل یک فراینده، و خب اون تهش برای ما تو پرورش ملکه مهمه. ژله مهمه که یه قیچی میذاریم از یه جا فرآیند رو میبریم و وقتی ژله دیگه برمیداریم دیگه کاری نداریم که چه اتفاقی با این لاروا میفته. هدفش چیز دیگه ایه. این که من دیروز گفتم مثلا آزمایشی برای ژل شده، اومدن مخمر دادن و چیزای شکلی داده بودن که دیروز گفتم، این برای ژل انجام دادن، بررسیش رو ملکه انجام ندادن. رو ملکه اکثر کارهایی که کردن کارهای دوای چند تا سند داره روش، اکثرا رو همین گرده بوده. یعنی مادن گرده خالص، گرده چند رنگ دادن به کندوهای پرورش ملکه. دلیلش هم میگم اونجا یه فرآیند رو قیچی میکنن، اینجا یه فرآیند کامل ما لازم داره. سوال مهم، زنبورهای تاریخدان یا زنبورهای هواشناس؟ این سوال همیشه من میپرسم. این سوال خیلی مهمی. ما بر اساس تاریخ باید عمل کنیم یا بر اساس هوا، آب و هوا؟ قبلا من خیلی افراطی میگفتم که هوا، الان قبول دارم کسایی هم که بر اساس تاریخ عمل میکنن، الان اونا رو هم میپذیرم، میگم شما میخواین کار رو شروع بکنین اشکال نداره، زمانبندیتون راه میدازیم، میگیم من همه چی اون وقت تعمیم میکنین، کندوهاتون باید قوی باشه، گرده گل داشته باشه، اون وقت وسط زمستون شروع کنین، کندوتون عایق خوبی تو منطقه دربش داشته باشه، مخصوصا فشرده باشه، اینو از هر وقتی خواستین شروع بکنین تامینش بکنین. اما اگر میخواین به طبیعت تا حد زیادی وابسته باشین و با این کار هزینه های تولیدتون یه مقدار بیارین پایین، باید ببینین خود زنبورا چی کار میکنه. من در بحث تولید عسل برای خودم رو اون زنبور هواشناس یه خورده تمرکز دارم. پارسال پیارسال برای جلد کار خیلی کوچیکی انجام دادم، امسال دیگه میخوام یه خورده بیشترش کنم. در مورد ژل به نظر من باید سراغ اون یکی بریم، چون اولا پولش خیلی سریع دست آدم میاد، دومانم هرچی بازار ما بتونیم اینجا بزرگ کنیم بازه کاری رو، خب مهمتره. حالا یه خوردم زنبور آسیب ببینه اشکالی نداره، و گفتم ما انتهای فرآیند چه کاری نداریم. پس این دوتاش خوبه، میگم من هر دوتاشم قبول دارم، هر کدومم به جای خودش، و بستگی داره که شما با چه هدفی دارین زنبوراتون رو مدیریت. این سه تا سوال منه. از چه زمانی فصل پرورش ملکه آغاز می شود؟ کی آغاز می شه؟ ما کی فصل پرورش ملکه شروع می شه؟
ظهور نرها، بله، وقتی نرها متولد میشن و رقاب میان، فصل پرورش ما شروع میشه. چه وقتی تمام میشود؟ هر وقت نرها نباشن. اما چه زمانی بهترین زمان پرورش ملک است؟ آقای محمودیان گفتن فصل بچه دهی، فصل بچه دهی بهترین زمان پرورش ملک است. این فصل بچه دهی چی داره میگه؟ میگه دما مناسبه، یعنی آب و هوا، هر چه به آب و هوا ربط داشته باشه مناسبه، پوشش گیاهی مناسبه، گرده مقدار کافی میاد، عوامل داخل کندو مثل جمعیت، میگه این جمعیت هم مناسبه. تو این فصل همه چی میزون و ملکه ها، اون معمولا ملکه ها که تو خود فصل پرورش داده بشن، از ملکه ها که خارج از فصل پرورش داده بشن قابل اعتماد ترن. شما ملکه رو میفروشین، مثلا صدی 95ش میگن خوب بود، 5ش خوب نیست، تو حالتی که خارج فصله ممکنه بشه 90-85. بالاخره خیلی از چیزها تأثیر میذاره. برفرض شما اگر توی یه روز گرم از تابستان ملکه بخواد جفتگیری کنه، خب خیلی سریعتر برمیگرده. اگر مسئله زنبورخوار داشته باشین، خب خیلی سریعتر ملکه برمیگرده. اگه باد شروع بشه، خب ملکه برمیگرده. این چیزا هستش، ها، جدا این که تو خود زنبورستان هم اثر میذاره. پارسال طرح پژوهشی من نزدیک 400 تا ملکه لازم داشت و خب این توی بازه خیلی کوتاه انجام دادم. سال قبلش هم همین بود. بعد یه بخشش خورد به تابستون. حتی تو تابستون من مشاهده میکردم که ملکه ها مثلا قبلش وزن مثلا 190 میلی گرم بود، بعد تبدیل شد به 160 میلی گرم. یعنی این حساب کن 30-15% وزنش کمتر بودش. 15% وزن متوسط ملکه ها کمتر بودش تو غیر فصل خودش. پس این بهترین زمانه، یا ما باید رو این سوار باشیم یا این رو به خودمون همراه کنیم، کوچ بریم. آقای مثلا یعقوبی گفتن، اینجا گفتن خرداد. خب خرداد اگه من کهگیل بوی رحمت باشم، با بوشهر باشم، با تهران باشم، شرایط فرق میکنه. من با کوچ میتونم این رو بستش بدم، تغذیه میتونم بکنم، ولی تغذیه تو پرورش ملکه برای پوشوندن جاهای خالیه، نمیتونه کاملا جایگزین یک صحرا بشه برام. این رو که همیشه من میگم هم دوباره صحبت کنیم، ما سه رکن داره تقویم کاریمون. تو فصل بهار زنبورسازی، تو فصل تابستان و اواخر بهار برداشت عسل، و بعد از اون تو زمستان، خب زمستان گذرانی. تو فصل زنبورسازی ما میخوایم جمعیت رو تا حد ممکن افزایش بدیم. اینجا دو تا چیزش مهمه، یکی صحبت تعویض ملکه، یکی درمانه. تو کار پرورش ملکه دو تا مهمه. تو برداشت عسل ما میخوایم از این فرار کنیم تو پرورش ملکه، یا اینکه قبل از این کارمون رو تموم کنیم، یا اصلا واردش نشیم. اصلا زمستان گذرانی که کاری نداریم، ولی طبق معمول کسی هنرمنده که زنبورش از آخر برداشت عسل آماده بکنه برای سال آینده. آماده کردن هم همیشه با درمان کنه شروع میشه، اما تو پرورش ملکه این درمان کنه سه بار ارزش داره. به جای که مثلا همیشه بگیم شروع میشه، اینجا میگیم درمان کنه سال قبل خیلی 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 مهمتره تا همه درمانایی که ما تو سال انجام میدیم. دلیلش هم دو تا دلیل داره که در موردش صحبت میشه انشالله. دوباره یه چیزی بگیم، یه زنبوردار درجه یک میتونه پرورش دهنده ملکه خوب باشه، نه عالی. عالی فوتوکوزه‌گری داره. منم اینجا براتون شاید 7-8 تا چیزش آوردم که حالا هر کدومم نکته‌هایی هستش، ولی عالی زنبوردار نیست، علامه است. وارد صحرا میشه، کوه رو نگاه میکنه، آسمون نگاه میکنه و از همش برداشت داره، از این چیه اون چیه، و متوجه میشه دقیقا باید چی کار کنه. پس اگر میخواییم بدونین که آماده ورود به بازار پرورش ملکه هستین، ببینین که خودتون چجوری زنبورداری میکنین. اگر زنبوردار خوبی هستین، بدونین که پرورش دهنده ملکه خوبی هم خواهید شد. این قانون بشکه است، از سال 94 همراه منه. ببینید قانون بشکه میگه که این اگه بشکه سوراخ باشه یا تختهاش کوتاه باشه، از اونجایی که کوتاه‌ترین تخته رو داره آب خالی میشه، تا اونجا وای میسته آب. آب نمیگه که حالا همه جاش که سالمه، من چرا به این بنده خدا رحم کنم، رحم نکنم مثلا پر بمونه. نه،
از اگه وسط سوراخ آب میاد 50% این بشکه رو پر میکنه، اگر از 70% این بالا سوراخه، از 70 سانتی از یه متری میاد 70% آب فقط میتونه پر بشه. یعنی کاری نداره که همه تخته های این بشکه سالمه، اون تخته ای که کوتاه‌تر از بقیه است اونجایی که سوراخه تعیین میکنه که این کار من با این آب کجا وای میسه. تو کار زنبورداری این قانون بشکه و تو اصلا کلا تغذیه دامینا خیلی نقش داره، تو کار زنبورداری و تو پرورش مکه خیلی مهمه. مثالش اینجا آوردم، دو تا مثال من آوردم، یکی بحث سه تا آوردم، یکی بحث کنه است. اگر شما کنه باید 100% براش وقت و هزینه بکنیم، کاری ندارم چقدر، میگیم مثلا 3 روز در ساله با هر کندو 5000 تومان 100% باید بذاریم. شما 1.5 روز گذاشتین مثلا و 25000 تومان 50% براش وقت گذاشتین. نتیجه کار نهاییتون تو زنبور، تو کار زنبورداری تو 1 سال 50% میشه ها. کاری نداره شما خوب رسیدگی کردین، خوب کوچ دادین، همه اینا رعایت کردین، میگه کنه رو 50% براش وقت گذاشتین. نکته دیگه که اینجا هستش صحبت لاروهای مسنن. اگه شما لارو 12 ساعته رو پیوند بزنیم مثلا نتیجه رو بگیریم 100، لارو 24 ساعته رو پیوند بزنیم نتیجه میشه 95 میشه 90، لارو 48 ساعته رو پیوند بزنیم نتیجه میشه 50 میشه 40 40% و ملکه هایی که ما میخوایم در بیاریم هیچ کیفیت مورد پسند خودمون و مورد پسند بازار رو ندارن. پس حواستون باشه اون قسمت های کلیدیه کار پرورش ملکه و زنبورداری، چون پرورش دهنده ملکه اول زنبورداره بعد پرورش دهنده ملکه، اون قسمت های کلیدی رو باید به خوبی از پسش بر اومده باشه. یکیش تغذیه است، یکیش درمانه و یه سری ریزکاری های مربوط به خود پرورش ملکه است. مثلا این چیزی که آوردم پیوند های خیلی زیاد، اگر کسی بیاد تعداد زیادی پیوند بزنه توی کندو بذاره، خب اینا جمعیت کافی نیست برای تغذیه اینها و به مشکل برمیخوره، اون فرایند کارش به مشکل برمیخوره. من یه توصیه اینجا دارم برای حرفه‌ای و تازه کار که کارهایی که مربوط به ملکه است رو یه کلا زنبورداری کنار دستتون بذارین، یعنی کلا توریا یا مثل آقا بریم چیزی بدیم بدوزن و کارهای مربوط به ملکه رو تو اون کلاه انجام بدیم. سالی 1-2-3 تا من میگم 3 تا دونه ملکه به مشکل بر بخوره و اینجوری برن گم و گور بشن، یا شما مجبورشین با دست اینا رو بگیرین. آقای خافی زد احسن، امروز ملکه هم پرواز کرد رفت وقتی داشتم رنگ میکنم. بله این اتفاق خیلی میفته، من تو زنبوردار حرفه‌ای دیدم، تو زنبوردار تازه کار دیدم، تو زنبورستان 350 تایی دیدم، تو 50 تایی دیدم، تو یه دونه کندو دیدم، تو 10 تا کندو دیدم ملکه دست خودم در رفت. این رو خیلی دیدم و توصیه هم اینه که این باز کردن قفس ملکه رو، خارج کردن زنبورهای پرستار از توش رو اگه میخواین علامت گذاری کن، هر برنامه‌ای دارین این توی یک کلاه زنبورداری، یا مثل این آقا من میخوام امسال برم درست کنم، همین هفته برم بازار درست کنم، ولی این کار رو انجام بدیم. واردش دیگه نمیشه دیگه، خیلی چیزش نکنم. ببینین تو پرورش ملکه چه توی برداشت لارو برای پیوند، چه توی کمک کردن کندوهای استارتر فینیشر و کندوهای پرورش دهنده با قاب با شفیره، تکاندن قاب ممنوعه، فقط فرچه، فقط فرچه، به هیچ چیز دیگری فکر نکنید، فقط سراغ فرچه برید. دلیلش هم دو تا دلیله، تو بحث قاب حاوی لارو یک روزمون، شما وقتی که این قابو بتکونید لارها شروع میکنن برگشتن، روشون ژله میریزه، بخششون خفه میشن، بخششون دیگه نمیشه به سادگی برداشت، بعضیشون بر میگردن. و الان یه ویدیو اینجا گذاشتم احتمالا دانلود کردین و دیدین در مورد اینکه چرا بر میگردن چی میشه و اینا چیز نامحدودی. توی بحث کمک کردنم گفتم تو مراحل انتهایی تولد، نزدیک تولد شفیره که بشه، قده های هیپوفرنجال خیلی حساسن و با یه ضربه دچار مشکل میشن.
روش های پایه پرورش ملکه رو در موردش صحبت کنیم. روش اول، خب پرورش ملکه از شاخون های کندوه، همون سه تا شاخونی که تو حالت طبیعی به شما گفتم، گفتم آقا یا اضطراری یا تعویض یا بچه دهی، اینا که گفتیم هر کدوم چه مزایا و معایبی داره استفاده ازشون و چه مشخصاتی هم دارن. ای به کارم گفتیم تعویض ملکه و اقدام زنبوردار. خب این گفتم اگر کندویی تو زنبورستاتون داشت تعویض میکرد ملکش رو، دو تا کار میکنه. یکی اینکه بهش اجازه میدی ملکش تعویض کنه، این کار اول. کار دوم اینه که اینو زیر نظرش دیگه داشته باشین، بیارین توی لیست خوب، تو خوبا اسمش رو بنویسین و بعدن اینو انقدی در نظر داشته باشی تا ببینین اصل چقدر میاره، اون صفاتی که مد نظر شما هست رو داره و اگر داشت این رو زیادش بکنی. این میتونه کار شما رو از همه نظر در تأثیر خودش داشته باشه. پرورش ملکه با استفاده از خصلت طبیعی زنبورها. قبلنا من سال 87 که انقدی پرورش ملکه رو توش وارد نشده بودم، مثلا اینکه بیام جرأت کنم مثلا پایان‌نامه روش انجام بدم، اینا رو من جرأت نداشتم، الانم جرأت ندارم. اون موقع میومدم مثلا یک کندو رو قاباشو انقدر فشرده میکردم، از یکی از عوامل بچه‌دهی که گفتیم فشردگی کندو استفاده میکردم، کندو رو تقویت میکردم، بعد از 10 تا قاب مثلا 6 تا قابشو در میآوردم و اینو تا 4 تا قاب فشرده میکردم، دو تا تختم میذاشتم دورش هم پر میکردم و اینها میافتادن به اینکه آقا 10 قاب جمعیته و شروع میکردن ملکه رو، در واقع چند تا ملکه از اون قاب ها پرورش دادن و نتیجه که میداد این بود که یه سری ملکه بسیار با کیفیت برای من تولید میشد، ولی حساب کتاب نداشت که چند تا اینا پرورش میدن و حضورتون عرض شود که اون امتیازاتی هم که این روش های معمول داره رو اون نداشت. خب برای همه کندوها که نمیشه این کارو کرد. پرورش ملکه بدون پیوند این رو هم داریم که دستگاه جنتر، کوپولار و ایزی کوین اینا هستن که در موردش صحبت میکنیم و سوال اساسیمون هم اینجا اینه که انتخاب کندوهای ما بر اساس تولید بیشتره یا تولید کمتر. زنبور داره میاد، گفتیم در موردش حرف زدیم، کندوی بچه دهش رو تکثیر میکنه، واسه همین ما باید پرورش ملکه بلد باشیم، چون کندوهای معمولا کندوهایی که عسل زیادی تولید میکنن و کندوهایی که خودشون ملکهشون تعویض میکنن و اون کندوهایی که آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داره یا بیشتر اون چیزایی که خوبان دارن و یه جا داره، اینا معمولا ملکه پرورش نمیدن به همین سادگی. ملکه ارزش داره. هرچی ده بی خودتر کت خداش بیشتر، اینم همینه. حالا راش چیه ما پرورش ملکه بلد باشیم؟ از اون کندوهای مشکل دار، از اون کندوهایی که شدن کندوهای بچه ده زیاد نکنیم، حذفشون کنیم، بریم سراغ کندوهای خوبمون و از اونها تکثیر انجام بدیم. یه سوال پرسیدن تعویض تا چه تاریخی انجام میشه. ببین تعویض ملکه، اونی که شما میگین آخر تابستون، تعویض نیست، این ملکه دارن تعویضش میکنن ولی دلیلش نیست که همه چی رو با حالا ملکم پیر شده عوضش کنیم. یعنی ملکه به درد نمیخوره، ما با این نمیتونیم به زمستون بریم و این ملکه پرورش میدن. بازم من اونجا بشه اگه کندو قوی باشه بهشون وقت میدم ببینن چی کار میکنن. معمول الان پارسال مثلا 3 تا کندوچه کوچیک گوشم بی گوشه، اینا ملکه زاپاس فقط توش بود، ای تون تون برمیشم عوض میکردم، اینا که اینجوری بودن رو برمیشم عوض میکردم، خیلی بهشون سعی میکردم متکی نباشه. صدا مشکل داره، به نظرم یه بار اگه کسی مشکل صدا، مشکل صوت داره، یه بار خارج بشه و وارد بشه، من که صدا خودم خوب میشنوم. اگر کسی حال هستش که آره، خب پس میگم چون تعداد کمن و کسی که صدا مشکل داره، به نظرم یه بار خارج و وارد بشن. خب نحوه پیوند، ببینم من اینجا چیزی دارم، بیا اول یه ویدیو اینجا ببینیم. ویدیو بقیهش بود.
دوستان تنفس لارو شما دانلود کردین، ویدیوشو دیدین؟ اینجا نیست ولی. خب من اینو باید بارگذاری کنم دوباره ببینید. عجیبه اینجا نیستش. خیلی خوب. برای فردا دانلود، برای فردا بارگذاریش میکنم. ببینین لارو، من اینجوری توضیح بدم. اگه لارو باشه و روی ژله خوابیده باشه، یک طرف بدنش سوراخ‌هایی وجود داره که از اینجا تنفس میکنه. طرفی که ژله هستش هیچ سوراخی برای تنفس نداره. و اگر به هر دلیل این لارو برگرده یا رو سر ژله بریزه روی این سوراخ‌ها، این لارو خفه میشه. توی بازم میگم تو ژله رویال زیاد مهم نیست که چند تا از این سوراخ‌ها بسته بشه. حالا نه کامل خفه بشه، ولی یه تعدادی از اینا بسته بشه شاید انقدی مهم نباشه، اما تو پرورش ملکه مهمه. و ما لاروامون به هیچ وجه، که دریکی گفتیم نباید اونو بتکونیم شونه لارو هاوی لارو جوان رو، به همین دلیل. دیگه کاری که اینجا باید حواستون باشه اینه که تو فرایند پیوند که من این رو بر میدارم و به فنجانک انتقال میدم، باید حواستون باشه که لارو تو این هم بر نگرده. بعضی میان از سوزنهای اون سوزنه کلاسیک فلزی استفاده میکنن و خب بلد نیستن و اولش لارو پشت رو میذارن، لارو خفه میشه و هی میگه چرا نمیشه کار من چرا نمیشه و چرا به مشکل میکنه. نحوه پیوندم گفتم دیگه، با سوزن پیوند که یا سوزن همین چینی باشه که تو تصویر هست یا سوزنهای فلزی، ما لارو جوان رو بر میداریم و به فنجانک انتقال میدیم. اینجا دیگه این رو دارم، پیوند در فضای باز. دوباره اینو ببینید یه کار دیگه من اینجا دارم میکنم. چون تو فضای بازه، به محض اینکه من این لارو انتقال میدم، روش یه دونه پارچه خیس میکشم که اینجا خشک نشه، به فنجانک به سادگی انتقال میدم. کاری نداره، پیوند فقط تمرین میخواد، هیچ کار سختی نیست پیوند، فقط تمرین لازم داره. و با ژله زیر شما لارو بر میداریم انتقال میدیم. الان میگم در مورد آماده سازی. خب اینو دیگه ما لازم نداریم. اما چجوریش لارو یک روزه رو بشناسیم؟ ببینین اولا لارو یک روزه نیست، من گفتم لارو جوان. ما از 12 ساعت، لارو 12 ساعته تا لارو 36 ساعته مناسبه که ما پیوند بزنیم و کارمون رو انجام بدیم. الان میگم خدمتتون. پس چی لارو 12 ساعته تا لارو 36 ساعته بهتر چیه؟ هرچی جوانتر باشه، چون زودتر تمایز تبدیل در واقع ملکه و تغییر شکلش از حالت کارگر به ملکه زودتر توش رخ میده. اما چرا کمتر از 12 ساعت؟ نه ای تو کار نیست، بحث اینه که انتقالش خورده سخته، دیدنش و انتقالش خورده مشکله. چیزی که میگن آقا لارو یک روزه همه چی رو داره تقریبا، هم ملکه خوبی از توش در میاد، هم زنبورداری به سادگی میتونه تشخیص بده و با چشم ببینه، هم انتقالش با خطای کمتری همراه. چجوری تشخیصش میدیم؟ ببینید نوزاد نینی وقتی توی یه دونه توی یک شکم مادرش جمعه دیگه، وقتی به دنیا میاد شما میبینید تا مدت طولانی به همون شکلی که 9 ماه خوابیده به همون شکل میخوابه، بعد از اون مدت کم کم میبینیم میتونه صافم بخوابه. خب لارو ها چجوری هن؟ لارو ها برعکسن، گرد نیستن اولش. ما اول که اینا رو به صورت یه سری کرم گرد میبینیم تو کندو، ولی وقتی تخمن چجوری هن؟ اینا حالت ایستاده دارن و تا روز اولشون هم همچنان حالت ایستادگی خودشون رو حفظ میکنن. طول میکشه که اینا شروع کنن و جمع بشن و حالت هلالی شکل خودشون رو تشکیل بدن. لاروهای یک روزه
یه خورده حالت شیشه‌ای دارن، شفافن و هلال کامل نیستن، بازن، نه کامل کامل بازن، نه کامل کامل سی شکل و هلالی شکلن، یه خورده اینها بازن. محل قرارگیش توضیح دارم میگم. تغذیه، آها، در مورد تغذیهش حواسون باشه. ما لاروهای بیشتر سراغشون میریم یا فقط سراغ لاروهای میریم؟ اینجوری بگیم که زیرشون غرق در ژله است، سراغ لاروهای بدون ژله نمیریم. تامین لارو مورد نیاز اسلاید دارم، دمش صحبت میکنم، یه روشی پیشنهاد بهتون میدم اگه خواستین شما اجرا بکنید. پیوند خشک‌تر، ببینیم ما دو نوع پیوند داریم. یه پیوندی داریم که سلول، این سلول های پرورش ملکه زیرسازی میشه با یه محلولی. یه روشی داریم که با استفاده از همون ژلی که زیر اون لاروه ما پیوندو میزنیم با تمام میشه. اگر هوا مناسب باشه، اتاق پیوند داشته باشه، لارو همون غرق در ژل باشن، ما مجازیم که از چی؟ از پیوند خشک استفاده بکنیم. اما اگر هوا مناسب نباشه، زود خشک بشه، فاصله بین اونجایی که لارو آوردیم تا بخوایم برگردیم به کندو زیاد باشه، توصیه اینه که پیوند تر بزنیم. با چه چیزی زیرسازی رو انجام بدیم؟ بعضی میان عسل میزنن با آب، بعضی میان آب مقطر میزنن، بعضی میان عسل و آب رو با هم قاطی میکنن، بعضی میان عسل و ژل رویال رو با هم قاطی میکنن، بعضی ژل رویال و عسل رو با هم قاطی میکنن. بهترین زیرسازی برای پرورش ملکه، نه ژل رویال، برای پرورش ملکه بهترین زیرسازی محلول 50% آب مقطر و ژل رویال تازه است. بهترین ترکیب اینه. میتونیم چیزی، میتونیم آب بزنیم، بله میتونیم به تنهایی آب بزنیم زیرشون، ولی بهترین اینه که ژل رویال و آب مقطر به نسبت 50% با هم مخلوط بشن و زیر لارو گذاشته بشن. چقدر بذاریم؟ با یک سوزن، سوزن پیوند فلزی، مقداری ور میداریم میذاریم کف سلول، بنزه یه قطره‌ای که لارو توش غرق نشه. و مرحله بعدی کاری که میکنیم اینه که وقتی زیر سازی رو کردیم، یه ضربه به این تیرک هامون، یه ضربه به اون تیرک کلی، یه دونه تقه بهش میزنیم که این زیرسازیه پخش بشه زیر این و ما بتونیم حالا لاروون رو قرار بدیم، لاروه دیگه توش غرق نشه. این ضربه رو حواستون باشه. ها، بعضی نمیزنن، لاروه رو میذارن روی یک چیز، یک قطره زیرسازی و لاروه غرق میشه اون تو و خفه میشه بعدن. معمولا پیوندهای تر پذیرششون بیشتره معمولا، و اگر شما با محلول آب و آب مقطر و ژل رویال تازه، محلول 50% زیرسازی کرده باشین، کیفیت پیوند تر و خشک فرق نمیکنه، بلکه کیفیت تر ممکنه تو شرایطی بهتر هم باشه، مخصوصا اگه هوا اجازه نده. پس چی کار میکنیم؟ با یه سوزن زیرسازی رو انجام میدیم، زیر همه این سلول ها رو از این محلول میذاریم و یک تقه به کل این تیرک ها میزنیم. وقتی روی اینا به بالاست، یه تقه بهش میزنیم، این زیرسازی پخش میشه کف سلول و بعدن پیوند رو روش انجام میدیم. اگر از سوزن فلزی استفاده کنیم به جای سوزن های چینی که مثل خودکار، مثل ما اتوده، از سوزن فلزی استفاده بکنیم، بهتر لارو تر، بهتر پیوند تر بزن. دو پیوندی یا پیوند دوبل هم که یک نظریه که بعضیا دارن که خوبه و جواب میده. دوست من آقای مهندس رحیم‌زاده پایان‌نامه‌شون رو این بودش و این رو از جهاتی رد کردن. میگن آقا ته سلول وقتی که ملکه داره متولد میشود هنوز ژل رویال اضافه هستش و این لازمه، مخلوط عسل و ژل خوبه. نه، این برای پیوند خوبه، برای پیوند تولید ژل خوبه، ولی برای پرورش ملکه آب و ژل از همه ایدئال تره. اگه عسل تازه و ژل تازه هم باشه خوبه 50%. اون دوتا آقایی که تو اون اتاق پیوند اکسیژن گذاشته بودن داشتن پیوند می‌زدن، مخلوط عسل ژل بودش،
یعنی همونجا با یه قاشق عسل تازه رو از تو ابرویای شانها در می آوردن و با ژله قاطی میکردن و سریع پیوند میزدن. ولی برای ژل بهتره، برای برای تولید ملکه بهتره آب مقطر و ژل رویال باشه 50%. اگر سوزن چینی بود مشکلی نداره نه هیچ مشکلی نداره. گفتم اونها بهتره که این کار بکنن، چون پیاده کردن لارو ازش راحت تره. حالا خودتون تمرین میکنین میبینین که اینها چجوری تمرین کنین. یه قابو بردارین، یه تیرک رو بذارین، انقدر توش پیوند بزنین تا یاد بگیرین. پیوند دوبلم داشتم صحبت میکردم، اگر در منطقه هستین که بعد از مدتی ژل رویال اضافه نمیاد زیر اون سلول، بدونین پیوند دوبل میتونه به شما کمک بکنه. تمام دنیا جمع بشن بگن آقا همه مقاله دادیم این پیوند دوبل تاثیر نداره، من چیزی که به دو چشم دیدم رو و زنبوردارهایی که در این باره با من صحبت کردن رو نمیتونم نادیده بگیرم. شاید شرط بعضی از زنبورستانهای ما اینطوری باشه که این لازم باشه، ولی در شرط معمول که ژل زیر لارو و وقتی ملکه متولد میشه زیرش رو نگاه میکنیم اینه هنوز ژل یه مقداری مونده، تو شرایط پیوند دور به کسی کمک نمیکنه. ولی سالی مثل پارسال که پرورش ملکه اکثرا پرورشنده ملکه تو چرا مشکل شده بودن، تو بعضی از ماها پیوند دوبل میتونه کمک بکنه. چه جوریه؟ شما یه سری پیوند میزنین امروز ساعت 12 ظهر، فردا میای سراغش اینا رو در میارین، لار رو از روش با یه موچینی با یه پنسی ور میدارین و دوباره یه پیوند جدید روش میزنین. یعنی رو لار به یک روزه میزنین، رو ژله یه روزه میزنین. ولی یه سری نظرشون اینه که میگن کیفیت این دوتا با هم، کیفیت ژلاشو با هم فرق میکنه، ملکه های خوبی در نمیاد، که من باشون یه جاهای موافقم یه جای مخالفم. یه صحبتی که امسال سر همین پایان نامه که عرض کردم خدمتون پیش اومد، ما گفتیم آقا شاید ببینید شما چه زیرسازی با آب مقطر انجام بدید، چه زیرسازی با پیوند، چه با ژل رویال و آب مقطر، چه ژل رویال عسل، چه ژل رویال به تنهایی مثل همین پیوند دوبی باشه. زنبورها وقتی این پیوند رو به کندو معرفی میکنین، زنبورهای پرستار میان سریع اینو میخورن و لارو دوباره میذارن رو قاب، رو کف سلول و دوباره برای ژل ترشح میکنن. یه صحبتی که در مورد این دو پیوندی یا پیوند دوبلاشی این بود که شاید ما داریم با دادن اون ژل رویال به زنبورهای پرستار رو دارن میخورن اینو دیگه، داریم تقویتشون میکنیم و به این دلیله که اینا میتونن ژله بیشتری تولید کنن. شاید اینجوری تاثیر بذاره، مستقیما رو اون لاروه تاثیر نذاره. من امسال بعد اینو روی کندو شیشه‌ای بزنم و ببینم نتیجه چی میشه، خیلی برام مهمه. آقای مرادی گفتن پیوند دوبل با چه هدفی انجام میشه. من قبلا رد میکردم راستشو بخواین اینو، از اینکه همین هفته دیگه هم بگم آقا من تحقیق کردم و این مشکل داره ابایی نداره، ولی الان میگم که در شرایطی جواب میده. در کدوم شرایط؟ یک، خارج از فصل پرورش ملکه است، به طوری که شما بعد از اینکه ملکه متولد میشه ببینید زیرش ژله نمیمونه، ژله اضافه نمیاد. و حالت دیگه اینه که زنبور کلا پذیرشش پایینه، برای بالا بردن پذیرش هم شما میتونید پیوند دوبل بزنید. بله بله، ترکیبات کلا ژله ها با هم فرق کنه. ولی صحبتی که الان ببینید اینو چی در واقع تغییر کرد، صحبتی که دیروز کردم گفتم چیزی که باعث تمایز ملکه میشه فقط این نیست، این مواد داخل ژلرویال درسته رو کیفیت ملکه خیلی هم تاثیر دارن، ولی باعث تمایز نمیشن. اون اسید کوماری که داخل عسل و گرده و نان زنبوره و اون کلا مواد شیمیایی با منشأ گیاهانه که داره این تمایز رو ایجاد میکنه، در نتیجه میشه اینو اغماز کرد. الان من چون به چشم دیدم نتایجشو دارم اینو میگم و قبلا اینو نداشتم، امسال محکمتر میکنم و حالا مطلب تکمیلی رو تو سایتم یا وبلاگم میذارم براتون. کندو شیشه‌ای هم داریم، باید بسازیم. خب 83 ببین این پیونده، من دارم اینجا پیونده لارو، البته این لارو یک روز است، لارو یک روز انجام میدم تو همون سلولای فرانسوی کوپولار نیکوت که بعدن هفت‌گوهر چیز مشابه ساخت با کیفیتی خورده بهتر و نگاه میکنی آب مقطر من زیر سازیم، اون موقع 1:10 1:9 ژل رویال و آب مقطر میزدم. آب مقطر خیلی زیاد بود،
کلن زیرسازی پیوند برای مبتدی و میگم برای مناطقی که خیلی شرط خوبی ندارن توصیه میشه. من توصیه میکنم زیرسازی رو. اینجا یه چیزی میخواستم بگم، این زیرسازی که ما انجام میدیم بسته این که چی داخلش باشه، که معمولا ژله رویال جذاب، عسل جذابه، حالا آب مقطر هم خوبه ها، ولی اینکه کدوم بهتر، چرا حتما میگن ژله رویال توش بزنیم؟ برای اینکه سریعتر زنبورا رو جذب میکنه، اون لاروی کمتر بیرونه از دسترس زنبورهای پرستار دور میمونه، سریع میان بهش توجه میکنه. یعنی اگر یه ماده زنبوری هم توش باشه، حالا عسل ژله، من میگم ژله، شما بگو عسل، عسل توش بزنیم خوبه. یه دوستی لارو 12 ساعت هم داره، خیلی کمه، واسه همین با پیوند با سوزن چینی شما میتونید بردارین، با چیز خیلی مشکله. شما آقای مختوم یه روز قبلش، دو روز قبلش، میگم یه روز، دو روز قبلش میایین چی میزنین؟ پیوند میزنین و ژله رو برمیدارین ازشون. سه روز قبل بزنین دیگه مقدار ژله هم تو حد اکثر ایداله، میتونین بردارین، ولی خب کیفیتش یه خورده کمتره. دو روز قبلش بزنی یه ژله خوبی که آماده زیرسازی اینا هستش رو به دست خودتون میارین، پیوند خوش بزنی یا با مقطر بزنی برای بار اول، چون هدفتون ملکه نیستش، ولی از این به بعد دیگه زیرسازی رو انجام بدین. من قبلا در مورد اینا یه خورده نظرم متفاوت بود، اگه دوستان مطالب منو میخونن من دائم اینو آپدیتش میکنم، هم تو ذهن خودم هم اونجا دارم عوضش میکنم، و اگر میبینین یه وقتی مثلا اونجا گفتم 1:10، این 1:9، اینجا میگم 1:1، این حاصل یه تجربه، یه سری مشاهده است که دارم میبینم و دیگه نمیتونم انکارش کنم و باید بگم. این فیلم پیوند سرم که دیدین، اینا فیلمه، اینا برای پاورپوینت های کلاس های حضوریه که قدیما قبل از انفجار کرونا بودش و اینا بودش، تو چیز قشنگ نشون میشد. این ویدیو رو دیدین؟ من هرچی اینجا گشتم نبود، توی لیست من نبود و دیروز من اینجا بارگذاری کرده بودم، سایت دوچار مشکل شده و متاسفانه ویدیو پاک شده. من دوباره اینو بارگذاری میکنم، خب یه سری دیدن یه سری ندیدن، این خیلی ناجوره. آقای کریمی عزیز، از کجا این ویدیو رو میتونن دانلود کنن دوستای ما که به مشکل نخورن؟ دارین صدای منو؟ خب ندارین. من این ویدیو رو دوباره میذارم فردا ببینیم. ببینیم بالا یه علامتی داره تو صفحتون که همه چیزایی که من براتون گذاشتم رو اونجا میتونین ببینین. همین ویدیو کوچیکایی که گذاشتم مثل این پیوند و اینا میتونین دانلودم بکنین، امکانو براش ایجاد کردم. و همین اسلایدر رو گذاشتم، اسلایدر رو میتونین ببینین، همینجا ببینین، لزومی نداره برین تو صفحه اصلی، چون میگم فعلا به مشکل خورده. این صفحه هم باز بود دیشب تا 9:30 باز بود که شما بتونین ببینین. آره اون بالا هستش. آقای شمس شما پیدا کردین؟ خب چطور میتونم یک کندو برای پرورش مرکه آماده کنم؟ هنوز نرسیدیم که. الان فعلا پیوند یاد بگیریم. سوال های مختوم، تهیه ژله رویال برای تهیه در پیوند، نحوه تولیدش که گفتم. ببین من تو همین سلولای ملکه میام پیوند میزنم، نمیخواد تو سلول ژله بزنیم، با آب مقطرم میزنم یا اصلا خشک میزنم، میدم به یکی کندوها، اینا یه تعدادی پذیرش میکنن، 10 تا پذیرش میکنن، 10 تا عدد زیادیه، 10 تا 2 گرم ژله رویاله، و اینو میارم چی؟ با آب قاطی میکنم و به همون شکلی که گفتم زیرسازی میکنم. روز مناسب برای برداشت، اگر امروز پیوند زدم 2 روز دیگه روز ایدئال منه، 3 روز دیگه روزیه که هم خوبه، ایدئال نیست، ولی بیشتری مقدار ژله رو داره و میتونم اون موقع اونجوری بردارم. نگهداریش داخل فریزره، اما توصیه اکید اینه که این تازه استفاده بشه، این جلوی نهایتا یه روز مونده باشه. آماده سازی زیرسازی هم گفتم، این یه نکته است. محل برداشت لار برای پیوند، اگر یه کندو 4-5 قاب شما فرض کنید هوا سرد شد، زنبورا کجا میرن؟ این بالای قاب به زیر ابرویی هم نمیرسن، یعنی اون ناحیه که من بالای قاب مشخص کردم، این ناحیه که بالای قاب مشخص کردم همیشه خالیه، اون ناحیه پایینم
زنبور اگه هوا سرچه میاد بالا، یعنی لاروا خیلی وقتا تراکم زنبوری که لازم دارن روشون کمه، ولی اون وسط معمولا همیشه پوشیده از زنبوره. اونجایی که داریم میبینین، یعنی قابو تقسیم بر 4 قسمت کنین، قسمت دوم از بالا، یا تقسیم بر 5 قسمت کنین، 3 قسمت وسط پایین و بالای قابو نادیده بگیرین. این بهترین جای اینجا که علامت زدم، و از اینجا لاروو برداریم ترجیحاً. یه سری از دوستان خب یه سوال اینجا پرسیدن، لارو دو روزه که فقط ترکیب شیمیاییشه، همین بزنم کجا بود، لارو چرا دو روز ایده‌آل سه روز خوب، یعنی که ترکیب شیمیاییش نزدیکتر به اون چیزی که لارو یک روزه نیاز داره. ببینید تو روز سوم و چهارم هم خوبه ها، کیفیت کم نمیشه، ولی اون چیزی که روز دوم ترشح میشه به اون چیزی که روز اول برای لارو میریزن همیان زنبورا نزدیکتره، مطلوبتره. پس این فوت کوزه‌گری اینجاش، حواستون باشه. پیون بهتر یا تولید اضطراری ملکه؟ یعنی بذاریم خود زنبورا ملکه نداشته باشن شاخون بزنن، یا همین پیوندی که داریم میزنیم، کدوم بهتر؟ آره ببینیم، ما دیگه اینجا صحبت کاره، صد ما نوکر زنبورا که نیستیم، که داریم برای خودمون کار میکنیم. 100% اون چیزی که زنبورا میخوان رو نمیتونیم لحاظ کنیم، رعایت کنیم. فقط این تحقیق رو بهتون بگم، اومدن یک تحقیقی کردن، دیدن لارو های گرسنه یه ماده فرومونی ترشح میکنن وقتی گرسنه، و زنبورها اینا رو نادیده میگیرن. لارو ها نادیده گرفته میشن، یه فرومونی از خودشون ترشح میکنن، یه فرومون لاروی، و زنبورهای پرستار میان اینا رو پرورش میدن، اینا رو بهشون غذا میدن و سیرشون میکنن. خب اومدن تو فرایند پرورش ملکه نگاه کردن، دیدن تو حالت اضطراری زنبورا میان سراغ اون لاروهایی که گرسنگی نکشیدن و این بو رو نمیدن، این فرومون رو ندارن، و اونا رو انتخاب میکنن. تو حالت پیوند دیدن زنبورا نمیتونن تشخیص بدن کدوم لارو گشنگی کشیده کدوم نکشیده، و همه رو پذیرش میکنن. دقت داشتین به این؟ یعنی پیوند ای با داره، ولی انقدر مزایا برای ما ایجاد میکنه که میصرفه که یه چنین چیزایی هم من همش دارم میگم کیفیت دیگه، ولی به عنوان کسی که داره کار رو به چرخه اقتصادی کار نزدیک، یه صحبتی به چرخه اقتصادی میخواد جا بندازه اون تو جا بندازه و برای شما یه کار رو شکل بدم، باید بگم که آقا این چیزا هم هستش، ولی ما میتونیم نادیده بگیریم. ما نوکر زنبورام نیستیم که بخوایم شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. نه، پیوند امکاناتی که ما میده اینه: یک، از هر کندویی بخوایم به هر تعدادی که بخوایم میتونیم پرورش بدیم. دو، مشخص تعدادی که داریم پرورش میدیم و میتونین براش برنامه آینده بچینید، چند تا قفس بگیرین، چند تا کندوچه داشته باشین، چقدر کندو پشتیبان لازم دارین، چقدر میتونین پول دارین ازش. و مرحله بعدی هم اینه که پیوند، شما تو این یک کندو رو به طور کامل درگیر میکنین. تو حالتی ما پیوند میزنیم، میتونین از 10 تا کندو بدونی که دوچار خللی بشن، دوچار مشکلی بشن، پیوند بیارین بیرون و به یک کندو رو اذیتش کن، یه دونه سرشو گول بمالین، سرش مشغول کنیم. اما در مورد تخم‌گذاری در کندوهای تولید کننده لارو یک روزه، ببینیم، گفتیم ما اینجا هدفمون اینه که لارو 12 ساعته بهتره تا 36 ساعته 12 ساعته برداریم برای کار عمومی، و حالا چه از منظر زنبوردار چه از منظر زنبورها، لارو یه روزه قابل پذیرش و میشه روش حساب کرد. چه جوری میتونیم لارو یه روزه رو تولید کنیم؟ کاری نداره، هر کندوی شما میتونید لارو یه روزه رو بردارین. منتها کندوتون اولا باید کندوی مادری باشه، واقعا صفات خوبی داشته باشه، که در موردش خود صحبت کوچولو صحبت کنم. دو، اینه که جمعیت به مقدار خیلی زیاد داشته باشه، یعنی کندوی قوی باشه. از اون مهمتر اینه که ما با دو تا شبکه مانع عمودی یا یک ایزولاتور یا ابزار اینچنینی، هر چی که تو دستمونه، ما چی تو دستمونه، یکی میگه آقا من یه قاب، یه چیزی داشت یه نفر درست کرده بود با شبکه ملکه، یه قابو توش میذاشت، یه ایزولاتور فلزی داشت، با اون استفاده کن، فرقی نمیکنه. خود من برای اینکه راحت تره میام از شبکه های مانع عمودی دو تا استفاده میکنم، دو تا سه تا قاب اون وسط میذارم و ملکه رو اون محبوسه،
هم آزاد هم نیست، یعنی انقدی جا نداره بخواد تخم زیاد بریزه و انقدی هم محدود نیستش که زنبورا به فکر تعویض اون ملکه بیفتن، یعنی ملکه خوب منو بردارن تعویض کنن. کل جمعیت کندو هم درد ده قابه، هر از چنگایی هم بهش کمک میشه کندوهای خوب. پس چی؟ جمعیت رو تا حد ممکن افزایش میدیم، فضا برای تخریزی رو تا حد ممکن، نه بگیم صفر میرسونیم، نه بگیم یه قاب دو قاب سه قاب کاهش میدیم، هرچی کمتر ولی بهتر، حواستون باشه. کاری که من کردم برای پایان‌نامه این بود که ملکه ها حبس میشدن یه هفته، بعد ملکه آزاد میشد، ملکه یه هفته تخم نریخته دیگه، هی مقدار اون ویتلوژنین گفتم اون تو خونش رفته بالا، توی تخمداناش رفته بالا و تخمایی که میذاش هم درشت‌تر بودن، هم ملکه هایی که ازشون پرورش پیدا کردن بهتر بودن. اینو هم اینجا انجام دادیم، هم تو چین یه گروهی انجام دادن، اونا هم جواب گرفتن. تحقیقات اخیر در زمینه پرورش ملکه رو اومده به سمت همین تخم و کیفیت تخم. پس چی؟ من هرچی جا رو کمتر کنم، جمعیت قوی تر باشه، چون تغذیه ملکه بهتره، چون رسیدگی به اون قاب ها بهتره و فضا کمتره، فضا برای تخم‌ریزی کمتره، زنبورا میرن به این سمت که ملکه تخم های درشت تری بذاره، کندو به این سمت. در مورد ملکه های مادری هم خب این خوبه، هرچی که ما این فضای خورده محدود تر باشه، ملکه دیرتر اسپرمش تمام میشه و طول عمر اقتصادی ملکه برای ما، یعنی 4 سال میتونیم ازش استفاده کنیم، 3 سال میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه ملکه خوبی بود دیگه امسال عوض نمیشه، سال دیگه هم هستش، 2 سال دیگه هم هستش، 3 سال دیگه هم هستش و میتونیم ازش بهره برداری کنیم. این محدود کردن تخم‌ریزی اونجا هم کمک میکنه، یعنی نمیذاره ملکه‌مون زود فرسوده بشه. سازماندهی های مختلف در ایستگاه های پرورش ملکه، ببینیم ما 5 تا سازماندهی اینجا هستش که هرکدوم کار خودشو میکنن. کندوهای شروع کننده یا استارترن، یه سری کندوی بدون ملکن که بهشون پیوند داده میشه، اینا پیوندو میپذیرن، پذیرش میکنن. ما توی پرورش ملکه 2 تا بخش داریم، یکی بخش پذیرش این پیونداست که اول پیوندی که من بشتادم زنبور بپذیره بگه آها این همونایی که من میخوام. بخش دومش اینه که حالا از اینا پذیرایی کنه، غذا بهشون بده. پس بخش اولش مهمه، اینکه من 100 تا پیوند بدم 90 تا پذیرش بشه یا 95 تا میتونه تو کار من خیلی تاثیر بذاره. اگه 100 تا پیوند بهش بدم 50 تاش پیوند پذیرش بشه، نتیجه زیاد مطلوب نخواهد. چرا مطلوب نخواهد بود؟ یعنی اینکه 50% ما پذیرش داشته باشیم یعنی جایی میلنگه، یا فصل مناسب نیست، یا من بلد نیستم، یا کندوم آماده نیستش. 80% 70% من خودم بین 70 تا 80 رو میپسندم و بهتون میگم چرا. شرط همیشه به سمت میبرم که 70 تا 80 نهایتا 90% پذیرش بشه، ولی از این کمتر دیگه یعنی کار میلنگه، کار خوب نیستش. کندوی شروع کننده میان فقط پذیرش رو انجام میدن، چه شروع کننده که بالا گشتم کندوی شروع کننده، چه استارتر 4 ساعته که من در مورد استارتر 4 ساعته صحبت میکنم چون راحت‌تر تشکیل میشه. کندوهای خاتمه دنده، کندوهای که از این لاروهای پذیرش شده، از این سلولهای ملکه‌ای که پذیرش شدن، حالا بهشون غذا میدن، گرمشون میکنن، بهشون رسیدگی میکنن. یه سری کندوها هست شروع کننده خاتمه دهنده. این کندوهای شروع کننده خاتمه دهنده اینها هم پذیرش لاروها تا حد مطلوبی انجام میدن، هم تغذیه و پذیرایی از این لاروها رو انجام میدن تا مرحله‌ای که اینها حتی متولد بشن. کندوهای انکوباتور هم برای تیراژ خیلی بالای ملکه است که سلول های ملکه توش ذخیره میکنن. من ملکه پیر با کیفیت بالا که برای با احتمال تعویض هم راحت، چطور محدودش کنیم که تعویض نکنه؟ ببینید همیشه تعویض که میشه اگر بخوام زنبور رو تعویضش کنم. خود من آقای غفاری، اینا که تو منطقه خودمون از ملکه های خوبی که داریم، میایم هر 4 روز یه بار بازدید میکنیم به هوای شاخون، به هوای شاخون، وگرنه کاری نمیشه کردش. یه کاری هم که بعضی انجام میدن این که هی میان بهشون، آره دیگه اون ملکه بریدره دیگه، نمیخوایم حذف بشه، واسه همینم میخوایم تخم زیاد نذاره و اسپرمش زیاد مصرف نکنه و مستهلک نشه، رو تعداد جمعیت تو مقدار جمعیت کمی نگه داشته بشه. انقدی هم محدودش نمیکنیم، انقدی هم لهش نمیکنیم که زنبورا فکر کنه ملکه به درد نمیخوره. ثقاب واسه هم میگم خوبه، ولی باید بازدید بشه دیگه، هر چنگو از بابت شاخون باید بازدید بشه، بشه جمعیت جوون کمک بکنه.
شفیره بهشون بده. کندو خاتمه دنده، دوباره میگم چشم، کندو خاتمه دنده یه سری کندوهایی هن که ملکه دارن، ولی ما فرمون ملکه رو به شکلی محدود میکنیم که اینا بیان پذیره سلول هایی که بهشون دادیم رو پذیرش بکنن، سلول های ملکه که بهشون دادیم رو پذیرش بکنن و بهشون غذا بدن. اما اینکه کدوم یکی اینا چجوری استفاده میشه بگم. ببینین کندوهای استارتر یا شروع کننده و کندوهای خاتمه دهنده در زنبورستانه استفاده میشه که تعداد ملکه های تولیدی خیلی بالا باشه. یعنی یه نفر تصمیم میگیره که من مثلا سالی 10,000 تا 8,000 تا میخوام ملکه پرورش بدم و اینا میان کندوی استارتر رو از کندوی فینیشر یا شروع کننده رو از کندوی خاتمه دهنده جدا میکن. بعضی ها چی؟ میان تعداد کم برای خودشون تا یه تعداد تقریبا 2,000 تا 3,000 تا ملکه میخوام پرورش بدن. اینا بهتره که کندوی خاتمه دهنده و شروع کننده از هم جدا نباشه. وقتی ما شروع کننده از خاتمه دهنده جدا میکنیم یعنی تیراژمون بالاست، کار بزرگ گرفتیم میخوایم انجام بدیم یا زمان کوتاهی داریم برای تحویل ملکه. ولی وقتی زمان اون بازه، الان من پرورش دهنده تو ایران میشناسم که 2,000 تا 3,000 تا ملکه پرورش میدن و همین روش شروع کننده خاتمه دهنده به صورت همزمان استفاده میکنن. اینا رو دونه دونه داشت صحبت میکنیم. اینا اصلا اصل حرفمون همینه دیگه، بقیه‌اش که قصه و شادی و تفریح بود. کندوی انکوباتور هم تو تیراژ بالا، یعنی که پذیرش که انجام می شود بهشون سلول مرکه که بسته میشه، سلول مرکه رو میذارن تو کندوهای انکوباتور که فقط اینا رو گرم نگه دارن، کاری ما نداره. مثلا من تا به حال فقط برای خودم، برای دل خودم یه بار تشکیل دادم اینم چیه، من هیچ جا ندیدم این کندوی انکوباتور استفاده بشه. من ندیدم، وجود داره من ندیدم. سوالا چیه؟ آقای مرادی عزیز گفتم میشه به کلونی تخم زیر 24 ساعته داد؟ ببینین کلن کلونی اگه کلونی باشه تخم و لار رو قبول نمیکنه، لار رو موسم و شفیره رو قبول میکنه، مگه اینکه یه چیزی داشته یا فرمون مرکه کم باشه یا نوزاد نداشته باشه یا یتیم باشه هر چیزی. اگر به بریدر اون فضا برای تخم‌ریزی و اصل‌آوری ندیم پس چجوری تستش کنیم که مرکه از بچه هاش؟ اصلا خود بریدر مهم نیست، بریدر رو تست نمیکنن، بریدر تست شده است خودش یه جا دیگه پس داده آزمایشش شد. بچه‌هاشو پرورش میدین، مثلا یه بریدر دارین ازش 30 تا مرکه پرورش میدین سال اول، اونا رو مورد تست قرار میدین. اینکه یه خورده این قضايا پیچیدگی داره اینه که شما ببینید آیا اون بریدر شما توان انتقال مواد وراثتی خودش، توان انتقال ژن‌ها رو داره به نوزاداش یا نه. ممکنه خیلی وقتا شما اینو پیوند بزنین، بریدر خودش خوب باشه پیوند بزنین و اون رو به نوزاداش انتقال نده به مرکه خودش. بریدر یعنی مادر، ملکه مادری، هیچ چیز خاصی نیستش. کندوی شروع کننده، من ببینم اینجا چی دارم یه دقیقه. کندوی شروع کننده یا استارتر، ببینین اینجا که من اولین پیوندم رو زدم سال 94 فکر میکنم، یادم نیست، اولین پیوندم رو زدم، این هنوز گیلاس گل داره، یعنی خیلی زود زدم اینو، ولی شرایطو فراهم کرده بودم. این که میگم وقتی هم آدم حسابش فقط تاریخ نباشه، امسال هم همین کارو کردم، یعنی سال 99 من پیوندامو فکر میکنم الان اگه اشتباه نکنم دفترم میکنم، ولی فکر میکنم آخر فروردین یه سری زدم. من تقریبا کوهستانی و خیلی سرده، خیلی همه چی عقبه و گل گیلاس که بود من ملکه داشتم، ملکه آماده داشتم، اینجا حالا جرأت و موقع نداشتم. کندوی استارتر فقط گفتم کارشون چیه، عمده کارشون پذیرش پیوندهای ماست، میگن آها این پیوندها به درد میخوره و ما میتونیم اینها رو بپذیریم. چجوری تشکیل داده میشن؟ من استارتر 4 ساعته رو خدمت شما عرض میکنم. استارتر 4 ساعته استارتریه که ملکه و نوزاداش توضیح میدم، خب خلاصه بگم فقط ببینیم چیه بعد دمش حرف بزنم. استارتر 4 ساعته استارتری که ملکه و نوزادای داخل کندو به مدت 4 ساعت حذف شدن تا آماده پذیرش پیوندهای جدید بشن و بتونن برای ما کار پرورش ملکه ما رو شروع کنن. برای تولید استارتر 4 ساعته من توصیه‌ام اینه،
دم ظهر اولا تشکیل بدین استارتراتونو که غروب دم عصر یعنی 4 بعد از ظهر پیوند بهش معرفی کنین. چرا اینو میگم؟ که ملکاتون روز 12 اگه درست تشخیص داده باشین سن پیوندو، ملکاتون روز 12 ساعت 9 صبح 10 صبح متولد بشن، یعنی برنامه‌تون مشخص بشه. اگر در واقع اومدین سر کندو دیدین 9 صبح متولد نشدن، دیشب متولد شدن تو قفسن، یعنی شما لارو مسن پیوند زده بودی، مسن تر از 24 ساعت پیوند زده بودی. و اگر هنوز اومدین و دیدین که حالا اینا هنوز کار دارن تک تک متولد میشن، یعنی اینکه شما سن خوبی رو انتخاب کردید. پس من میگم استارتر رو بهتره که ساعت‌های ظهر 12 11 اینجوری تشکیل بدیم و 4 ساعت بعدش هم پیوندمون رو بزنیم. چه جوری تشکیل میشه؟ استارتر یک کندویه که سلامت کامل داره، یعنی بیمار نیست، جمعیت زیادی داره. از هفته قبلش اون کندو رو شروع میکنیم ما با دادن شفیره در حال تولد تقویتش میکنیم تا میتونیم. بعد از اینکه این شفیره ها متولد شد، نزدیک 2-3 روز مونده به اینکه اینها بخوام مرکه پرورشن، تغذیه که داریم بهشون میدیم رو زیاد میکنیم. تغذیه که میدیم چیه؟ شربت گرده داره، کیک گرده اینجا زیاد به درد میخوره، قاب گرده اینجا بیشتر به درد میخوره، قاب گرده بهش میدیم. و جمعیت اون زنبورهای جوانی که حالا متولد شدن شروع میکنن خوردن گرده و خور کردن در واقع ذخایر بدنشون و توسعه قدرت شیریشون. امروز که روز تشکیل استارترمه، تشکیل اینه، میام سر ظهر ملکه و همه قابهای نوزاد شفیره میتونه بمونه ولی اونم من در میارم، رو از کندو در میارم. زنبورش چی میشه؟ فرچه میزنم داخل همون کندو. یه دونه قاب لارو جوان داخل این به صورت تله میذارم. چرا؟ برای اینکه اینا ملکه ندارن، نوزادم نداشته باشن، کندو رو ول میکنن میرن، این ارزش برای من نداره. پس چی شد؟ جمعیت کمک بهش میکنم از یه هفته قبل با دادن شفیره، از 3-4 روز قبل تغذیه‌مو افزایش میدم، بهشون قاب گرده میدم. آقای خافی دارم، قاب گرده از کجا میاری؟ بهشون قاب گرده میدم. و حضورتون عرض شود که امروز که میخوام استارتر رو تشکیل بدم، دم ظهر میام سراغش، همه قابهای کندو رو و همراه ملکش میارم بیرون، زنبورش رو فرچه میزنم میریزم داخل خود کندو، به جز یک قاب لارو جوان که این زنبورای این کندو گم و گور نشن توی زنبورستان. نگه ما ملکه نداریم، لارو نداریم، جذب فرمون های کندوهای دیگه بشن، باخت برن اصطلاح. تو کندو اینجوری من میچینم، یه قاب عسل، یه قاب عسل در طرفین، بعد از اون قاب گرده، یه فاصله کوچکی بین اینها میدم وسطش. ساعت 4 ساعت که بگذره اینا میفهمن که آقا اوضاع خیلی خرابه و هر پیوندی به اینا بدیم با درصد خیلی زیادی میپذیرن. ما میایم پیوندمون رو میزنیم، میایم سر اون کندو، پیوند تو یه دستمون میذاریم سر کندو. اون قاب لارو که گذاشته بودیم به عنوان نگه دارنده اینا، به عنوان تله، اونو میکشیم بیرون، سری فرچه میزنیم داخل همون کندو و حالا این قاب پیوند رو میذاریم سر اون قاب لارو. همه قابا رو هم تا حد ممکن میچسبونیم به هم، میذاریم وسط. حل تا اینجا؟ میگم چشم. یه هفته زودتر کندو رو تقویت میکنم با دادن جمعیت جوان، بعد تغذیه میکنم و بهش قاب گرده میدم، شربت هم که دارم میدم دو. امروز سر ساعت 12 ظهر میام در کندو رو باز میکنم، همه قابای ملکه رو میتونم صبح این کار، من چیزی ندارم، اما پیشنهادم اینه، هیچ چیزی هم توش ندارم، من صرفا پیشنهادم از این بابتی که گفتم کجا رو دارم میبینم، یکی که رأس 9 صبح اینا 9-10 صبح متولد بشن، دوم اینه که من بفهمم سن رو درست انتخاب کردم یا نه، سن رو درست انتخاب کردم یا نه، این خیلی مهمه، این میتونه تو رفع اشکال کار من تأثیر بذاره. اینکه
تو این کلاس دارم میگن اینه که بتونیم کارمون خودمون ایرادشو بگیریم. سر ساعت 12 قابو در میاریم، همه رو در مرکه کردن می کندو یتیم، فقط یک قاب نوزاد میمونه. ساختمون کندو چجوریه؟ دو تا قاب عسل طرفین، دو تا قاب گرده بغلش و یه فضای خالی. یه قاب هم گفتیم تله گذاشتیم، اون کاری اصلا نمیبینیمش. یه فضای خالی هم میذاریم که یه خورده زنبورا اونجا هم جمع بشن، شربت خوریش هم پر از شربت میکنیم، شربت یک به یک. نه تا 4 ساعت هیچ کاری روش نمیکنن، اصلا نمیفهمن این چیه، ملکه رو فعلا میخوان، 4 ساعت نمیفهمن ملکه چی شده. بعد از 4 ساعت این قابو در میاریم، فرچه میزنیم، سریع پیوند میذاریم جاشو، قابا رو تا حد ممکن به هم میچسبانیم تا اینها بتونن این لارف ها رو پذیرش بکنن. خب نقش جمعیت جوان که مشخصه، هر چقدر جمعیت جوان بیشتر باشد پذیرش این لارف ها بهتر و کیفیت این پذیرشون بالاتر. تغذیه کندو رو هم گفتم، تعداد پیوند در کندو استارتر که دوستانم پرسیدن. شما من تیرکان 15 تاییه، من نهایتا ببین تا 90 تا شما به یک کندوی 10 قابی که تقویت شده با جمعیت قبلش و تغذیه شده، ببین تا 90 تا تو هر بار میتونیم بدین که پذیرش کنیم، چون صحبت فقط پذیرش زیاد مسئله نیستش که حالا تعداد کم و زیاد بشه، ولی 90 تا زیاده. من نهایتا اون موقع هم که میدادم نهایتا دو تا تیرک، دو تا قاب اینجوری میدادم، یعنی نهایتا 60 تا میدادم به هر کندو. تو دو تا قاب میذاشتم قشنگ، یه قابم وسطش مثلا میذاشتم، یه قاب گرد عسل مخلوط میذاشتم وسطش و 60 تا پیوند. تو مدت کوتاهی بعضی زنبوردارا حوصله دارن، اینو ظرف 4-5 ساعت میان نگاه میکنم ببینم پذیرش شده، بعد میدم به کندو. 12 ساعت تا 24 ساعت بعد شما میتونین اینو به کندوهای فینیشر یا خاتم دندتون انتقال بدین. من سازماندهی دوباره میگم، ولی الان نه، آخر دوباره میگم، بزنین دو سه روش دیگه هم بگم که همشو دوباره کنار هم بذاریم. بله با قاب، اگه یه قاب پیوند بدیم آقای مختوم میشه 5 قاب، یه قاب عسل، دو قاب عسل در طرفین، دو قاب گرده و یه قابم پیوند. بعضیا میان این سلولا رو دوتا دوتا میزنن، زیگزاگی میزنن، هر قاب پیوندشون حضور شما عرض شود که نزدیک به همون 60 تا رو داره، هر قاب پیوندشون 60 تا سلول ظرفیت داره. اونم خوبه، دوتا میشه داره. یک استارتر رو من خودم میگم حداقل 5 سری میشه بهش داد، ولی بعد از یه روز دیگه ظرفیت پذیرش لاروش کم میشه و اصلا دیگه اون صحبتی که کردیم در مورد که پوفارنجل دیگه روش نمیشه حساب کرد. هر 8 ساعت میشه بهش دوباره لارو جدید داد. دیدم کسانی که 4 ساعت هم بهش لارو جدید بدن. من هر 8 ساعت میدم، یعنی پذیرش کامل انجام بشه، یه خورده غذا بدن، دوباره 8 ساعت دیگه میام سراغش. اگر اون ساعت رو رعایت نکردین میتونین به خاطر این 8 ساعتی خورده تغییر بدین، خورده ساعتتون رو بکشین عقب، یعنی صبح استارت رو تشکیل بدین مثلا 9 صبح، یک بعد از ظهر، از اون مثلا 8 و 9 شب دوباره یه پیوند بش بدین، دیگه آخر وقت هم یه پیوند بش بدین و درش ببندین بره، یه دوره جدید پیوند بدین. میگم 12 تا 24 ساعت هم تو این بمونن کافیه. بعضیا میگم زودتر میونه برمی‌دارن، من یک از زنبورداران مازندران میشناسم که 4 ساعتی رو نگاه می‌کنه پذیرش شده تیرک رو برمی‌داره، هیچ مشکلی هم نداره. صرفاً کار استارتر پذیرش اولیه پیونده، اونم به مقدار زیاد. آیا سن ملکه کندوهای پرورش دهنده تأثیر داره؟ اهمیتی داره؟ بله بله بله. هر تو کندوهایی که آره، تو کندوهایی که در حضور ملکه ما پیوند میزنیم سن ملکه نقش داره، هرچی ملکه مسنتر فرمونش کمتر و اون حالت تعویض رو بیشتر به زنبور القا میکنیم. آقای محمدی یه چیزی هم گفتن اینجا، بعد از یکی دو روز که کارمون تمام شد استارتر رو چی کار کنیم؟ خود من
یه سری پیوند میذارم توش بمونه، 2 تا 3 تا 10 تا 5 تا پیوند میذارم توش بمونه. قدیم میذاشتم بمونه و بعدا خودشا خرد میکردم، میکردم کندوهای یقاب و اونا میشدن ملکه های زاپاس من. دوستی دارم یه خورده پایین‌تر از من زنبورداری میکنه، استارتر رو میذاره رو کندوهای مختلف، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت میذاره رو کندوهای مختلف و هی زنبوراش خارج میشن، کندوهایی که ضعیف بچه‌ها رو در واقع اینجوری تقویت میکنه. بعضی هم که جمع میکنه ادغامش میکنم میره، مشکلی نداره. میتونین اون ملکه‌ای که برداشتین ازش رو اینجا دوباره به خودش معرفی کنین، بشه کندو. اینها این یه استارتر 4 ساعته منه قبل از اینکه پیوند بهش بدم. آماده کرده بودم موقع. ببینیم من الان 4 سالی کندوام کفت بازه. ببین این ملکه‌ایه که قفل داشت کندو، قفل و بندش اصلا خیلی قدیمی. و خیلی سال این روش استارتر رو گذاشتم کنار. ببین به همین دلیلی که الان آقای محمدی فرمودن، یعنی بعدش کندو دیگه به درد نمیخوره، یه کندو رو سر بریدیم به هیچ دلیل. و کارش برای تیراژ بالا خوبه. من فقط برای تمرین و اینکه بلد باشم موقع انجام میدادم و نمیدونستم که روش دیگه هم میشه اجرا کرد و کم کم متوجه شدم. کم کم جزء ضروریات. من کندوهای فینیشر رو اینجا میگم. ببینید تو استارتره که پذیرش انجام شد، من یه کندوی فینیشر دارم که ملکه جدا از منطقه پرورش نوزادا قرار داده شده توش. چقدر کنده کامپیوتر من وایتبورد زدم باز شگه باز بشه. ملکه اینجاست، این زبدر سفید رو ببینین، یه شبکه ملکه این وسطه و این بالا هم پیوندهای من و حضور شما عرض شود که بقیه نوزاده هستن. خب یا این خارج بشم فقط این نشون میده. اینجا صحبت ما چی بود؟ صحبت ما اینه که از مرحله پذیرش که 12 ساعت تا 24 ساعت بعد از استارتره که 24... این ساعتهایی که میگیم برای اینکه شما بتونید مدیریت بکنید کارتونه، بدونید که سراغ کندوتون بیاد. پر کردن چی آقای محمدی؟ این کندوهای فینیشر کارشون اینه که ما استارت از وقتی سلول ها پذیرش شد سلول رو در بیاریم بدیم به کندوهای فینیشر و کندوهای فینیشر شروع کنن به اینها غذا دادن و سیر کردن اینها. یک غربالی هم اینجا انجام میشه. غربالش هم به این شکلی که چون کندو ملکه داره دیگه تو حالت استرار هر لاری بهش دادیم و دیگه نمیپذیره. یه سریشون که مطلوب نیستن رو همینجا هضم میکنه. تو این عکسی که میبینین من یک قاب الان دادم به این، یه قابم میخواستم بهش، دوتا قاب این داره تو فیلم دارم اینجا، دوتا قاب داره و حضور شما عرض شود که با کیفیت خیلی بالایی. حالا یه نکته اینجا داره، قسمت استارتر من شما نها کنین، استارتر من پر از زنبور توش قلقله است، ولی اینجا اونقدی نداره. زنبور توش هست، آبزون شده ازشان، ولی اینقدی زیاد نیستش. یعنی دیگه از اون حالت خارج شده. فقط گفتم من نیم قاب زنبور جمعیت اضافه داشته باشه بس. آقای محمدی پرسن زنبور استارتر میتوان برای پر کردن کندو چه استفاده کرد؟ آقای محمدی استارتر 4 ساعته کلن چون ملکه نداره و نوزادم نداره خیلی سریع زنبوراش به سمت نریز شدن میرن. شما اینو کندو چشم بکنین 14-15 زمین دوباره تخم نداشته باشه، بعد سه روز هم اینجا ما استفاده کنیم، بعد 20 روز دیگه نمیشه رو زنبورش به عنوان زنبور کندوچه حساب کرد. میشه ولی اون چیزی که عالیه دنبالشیم نیستش. میگم من قدیم که استفاده میکنم چند تا دونه از پیوندار رو 5 تا 10 تا رو توش میذاشتم، خودش مراحل کندوچه شدن رو طی میکرد. برای چی؟ برای تولید مرکه های زاپاس هم همین. کندوی خاطر خب چجوری تشکیلش میدیم؟ پایین ملکه رو با 2 قاب، یه قاب پوکه، یه قاب شفیره، یه قاب لار، هرچی دستمونه میاریم پایین، دو طرفش قاب گرده میذاریم
و روش یه شبکه ملکه میذاریم، تو طبقه بالا همه قابای کندو میاد بالا. خب استارتر نمیتونه، استارتر یه دوره میتونه ملکه پرورش بده ولی برای تعداد زیاد نمیشه روش حساب کرد. ولی هرچی اینو یادتون باشه، برای پرورش ملکه خوب بهتر ملکه تو کندو حضور داشته باشه. سازماندهی الان میگم، آقای مرادی الان اینم دارم، نگران نباشید. خب من یه بار دیگه اینو بگم، ملکه به هم دو تا قاب میذاریم پایین طرفین، دو تا قاب گرده، گرده اصل دست خودمونه، گرده بهتره. ملکه یه پوکه و حالا یه قاب لارو موسن شفیره از بالا میاریم پایین میذاریم. این زیاد من تو این چیزی ندارم، چون مهم اینه که ملکه جدا بشه، بقیهش مهم نیستش. قابا رو همه رو میکشیم یه طرف، روش یه شبکه ملکه میذاریم. چه شبکه ملکه ای؟ ترجیحاً شبکه ملکه های میله ای، نه شبکه ملکه های پانچی، شبکه هایی که میله ای. حالا میخواد پلاستیکی باشه مثل شبکه های افگوهر و چیز تسوجی، یا شبکه های فلزی باشه آلومینیومی ها، که آلومینیوم زیاد زنبور دوست نیست، کاری ندارم. تو طبقه بالا همه قابا میاد بالا. چجوری سازماندهی میشه؟ قابای اصل در طرفینن، بعد شفیره ها میان، بعد قاب لارو مسنه، قاب لارو جوانه. اینجوری، یعنی اگه بخوایم تو ذهنمون بچینیم، قاب لارو جوان نزدیکترین قاب به پیوند ماست، اصل دورترین قابه، بعد شفیره، بعد قاب لارو مسن، قاب لارو جوان شبیه ترینه. میشه بله از سازماندهی جلم میشه استفاده کرد. یک چیزی فقط اینجا داره، توی جله ما دنبال اینیم که مثلا میان طرفینش رو، دوتا طرفش رو قاب لارو میذارن که تا میتونن زنبور پرستار رو بکشن بالا. توی پرورش ملکه چون این تعداد زیادی داره میگیره، از اینا دارن زیاد میان، زیاد ضرورتی نداره، انقدی هم جله تولید نمیشه آخه، میدونین انقدی هم دنبال جله نیستیم. جله با کیفیت باشه، مقدارش انقدی نیست، چون سه روز و نصف چهار روز پذیرایی بشن دیگه غذای لازم ندارن. تو جله دائم داره تولید میشه، دائم داره تولید میشه، پس همیشه جوری با سازمانده بشه که جمعیت جوان داشته باشیم. قاب تخم اگه این کنار داشته باشیم، اون مختوم هضم میشه خودش. قاب لارو تخمم که پایینن، هر وقت لارو شد کم کم میاریم بالا. یعنی فقط فرقش با ژله میگم، حساسیت مثل ژله رو نداریم. شما یه لارو هم طرفش باشه، طرف دیگرش شفیره باشه، هیچ مشکلی نداریم. تا چند تا میشه به این کندوهای فینیشر پیوند داد؟ تا 45 تا. تا 45 عدد پیوند در هر دوره، پیوندی که دارن دهن باز دارن. حالا یه وقت هم سلول باز چیزه، سلولی که سرش بسته شده مشکل نداره. هر چند ساعت؟ هر هشت ساعت شما میتونین یک تیرک جدید به این کندو اضافه بکنید، یا روزی میتونین دو تیرک به این کندو اضافه بکنید. بعد حواستون باشه ببینید جمعیت میتونه اینو ساپورت کنه یا نه. دوباره سازماندهی میگیم، ملکه با دو تا قاب پایین، دو طرفش هم گرده، یه پوکم بهش میدیم که بتونه تخم بریزه، بعضی دو تا میدن بسته به جمعیت کندو. یه شبکه ملکه میله روش میذاریم، تو طبقه بالا قابا میاد بالا، به شکلی سازماندهی میشه که قاب لارو به پیوند من چسبیده باشه، قاب اصل ازش دور باشه، لارو جوان، لارو مسن، شفیره و اصل، ترتیبش اینه. حالا هر جور میخواین بچینیم ببینین کندو چی داره. و اینی که من میگم هی باز میذارم، شما هر جوری بخواین بچینین، اینی که باز میکنین کندو مثلا دو تا قاب لارو داره، بقیه شفیره است، بتونین اینو مدیریتش بکنین. وحی منزل این حرفا نیستش. من این ویدیو رو اینجا بذارم. ببینین این یک کندو استارتر فینیشر منه با ملکه، یعنی خودش پذیرش انجام داده. سه تا قاب پیوند توش میبینی؟ اونا هر کدوم دو تا داره، یه دونه داره. من فقط میخوام ببینم چقدر پذیرش اینجا انجام شده. یه دونه که از سمت راست افتاده پذیرش خوبه، اندازه شاخونام اندازه مطلوبیه. دو تا سلول پذیرش نشده، بقیهش پذیرش شده.
یعنی من الان روی این 12 تا شاخون آماده و با کیفیت دارم. یه بار دیگه ببینی. میبینین جای دیگه هم ما قابای چیز داریم. پروش ملکه داریم. اون موقع قاب پروش ملکه توی نشد و من رو قابای ژله پیوند می‌زدم. فرقی نمی‌کرد. فرقی نمی‌کنه. قابای پروش ملکه فقط این امتیازو داره که خیلی سریع می‌تونیم تیرکار روش جابجا کنیم، بالا پایین کنیم، جا بزنیم. ببینید سمت راست اون نارنجیه که افتاده اصلا کاری نداریم، تو بود و بعدن یه دردسر درست حسابی عثمان درست کرد. دو تا هم پذیرش نشده، چه بهتر. ولی بقیهش پذیرش شده، ملکه های خوبی هم از شاخون های با کیفیتیه. خب نژاد اینا که بومی هن همشون. این که بومی، من یا بومی دارم یا ایتالیایی، من نژاد خاصی ندارم. یه وقتی بوکفست هم داشتم یه تعدادی. خب چجوری اینو سازماندهی مجدد میکنیم؟ هر باری که ملکه پایین تخم کرد شد لارو یه روزه، لارو دو روزه اینجوری شد، از پایین اون قابو در میاریم، میاریم بالا، میذاریم کنار پیوندمون. قابی که کنار پیوند بود که لارو یه روزه بود، حالا مسن شده دیگه، میکشیم کنارتر. هی میکشیم کنار، همینجوری میاد کنار. اون طرفیا شفیراش متولد میشه، پوکه میشه، میدیمش پایین. اینجوری هی داریم کندو رو سازماندهی مجدد میکنیم. دیدین این همون سالی بود که این پیوندا رو زده بودن. یکی از یه اتفاقی اینجا من بگم، بعضی وقتا به دلیل اینکه قابهایی که ما کشیدیم بالا حضور مرکزشون حس نمیشه، زنبورا میان روی قابهای دیگه هم شاخون میزنن و کندو بچه میده. پس بازدید اون قابها بعد از 6 روز ضروری به نظر میرسه. یعنی کندو بعد 6 روز یه نگاه به اون قابا لاغر بالا شده، یه نگاه بهش بندازین که روش شاخون زده نشده باشه. اینی که میگم اتفاق پیش بینی نشده، من اون سلولی که افتاده بود تو کندو رو که تو این فیلمم بودش کاری نداشتم، گفتم سلول افتاده دیگه، پذیرش هم نشده، رو به بالا هم بود. ولی بعد از تولد ملکه‌ها هم کندو بچه داد. دلیلش این بود که اون سلول پذیرش شده بود و اتفاقا هم قضا دادم و ملکه خوبی هم در اومد از توش. فینیشر بچه طبیعی نم گفتم. پایان کار فینیشر، پایان کار فینیشر هم یعنی همین کندوی خاتمه دهنده. بعد از آخرین دوره‌ای که ما داریم پیوند میزنیم، مثلا این کندو 15 عقابه، 15 تا پیوند داشته باشه میشه 15 تا کندوچه دو قاب، میشه پایان کارش هم به این سمت برد. میشم که هیچی، شما پیونده رو در بیان ازش رو تموم، این میشه کندوی معمولی. ولی چون پذیرش این شاخونا برش راحت تره و خودشون اینو پذیرشن، با بوی اینها آشناترن، میتونین تعداد زیادی هم ازشون از این کندوچه تشکیل بدین، یا بچه کندو تشکیل بدین، کندوی دو قاب، سه قاب و اینها براتون تو زنبورستان هم یا بشن کندوی اصلی یا بشن زاپاسهای زنبورستان. مثلا مشکلی که آقای مختوم دمدوش صحبت میکردن که تو آخر تابستون داره مرکه عوض میشه، اگه اینجا یه همچین کاری کرده باشین اون موقع یه مرکه آماده داشته باشین. مرکه باکر از شبکه مانع مرکه تک و توک دیدم، منم تک و توک دیدم ولی نمیگذره، تک و توک منم دیدم. ببین این همین کندو هست که اونجا دارم، آقای محمد تو زمان بندی داره. این همون کندو هست که فیلم گرفتیم برای بار آخرین بارشه دیگه. ببینید این سلوله مشخص قشنگ توش، اون یه قاب پیوند که دو طرفش پلاستیکیه و خب ببینید دیگه جمعیتش هم داره زیاد میشه، چون پایین پر بود، بالا هم پر. این کندو 20 قاب کامل داشت میشه، یا یه قابم شربت خوری. ببین تو شربت خوری زنبور پر اصلا وایستاده بودن و این اضافه زنبور چیز مهمیه که آدم باید همیشه اینو در نظر داشته باشه. سوالی که آقای مرادی و نکته‌ای که اشاره بهش کرده بودن که نکته مهمی هم هست، یه فوت کوزه‌گری داره این کار. اگه ما از کندوی استارتر فینیشر استفاده کنیم، فوت کوزه‌گریش اینه که شاخون‌ها به همراه زنبورای روش از کندوی استارتر به فینیشر انتقال داده بشن، با همراه همون زنبورای جوونی که روشن، و این زنبورا رو فرچه نزنیم. یعنی تیرک رو می‌خوایم در بیاریم از استارتر بدیم به فینیشر، همونی که زنبور روشه رو حالا یه خورده کم کنیم، مثل اون عکس اول من که یه عالم زنبوره نباشم، ولی چند تایی 20 تایی 30 تایی رو هر شاخونی، 10 تایی رو هر شاخونی زنبور
باش، اینجوری هم پذیرش بهتر انجام میشه، هم سریعتر زنبورا میان سراغ این شاخونا، از قلم نمیافتن. این همون اینجا این شاخونا همین الان این عکسشه، ببینید کیفیتشو از نظر اندازه، از نظر زنبوری که روش پوشونده و فاصله این سلولا با هم. من 15 تایی میزنم تیرک رو، اینا همون لحظه گرفتن. یه عکسی هم گذاشتم، فردا بارگذاری میکنم، عکسو پیدا کردم. در کنار همین بود، کندو مناسب نبود برای پرورش مرکه و چیز جالبی از توش در نمیاد. خب این فیلمم که دیدین، اینجا زنبورستان دوستمون های علی دوستیه. من از تقریبا چهار سال پیش اومدم به سمت کندوهای خاتمه، شروع کننده خاتمه دهنده، یعنی پیوند مستقیم به همینا بزنم، مستقیم به همین کندو اضافه بکنم. چرا این کارو کردم؟ دیدم که پذیرش من در حضور ملکه یه خورده کمتره. خب چرا کمتره؟ این لاروه یه چیزی نداره که زنبورا سراغش نمیان دیگه، اگه ملکه داشته باشه بذار همین اول حذف بشه، وقت منو تلف نکنه. و به این شکل ما اومدیم چی؟ کم کم برنامه ما آوردم به سمت شروع کننده خاتمه دهنده. شروع کننده خاتمه دهنده از نظر سازماندهی تقریبا اصلا فرض کنیم همون خاتمه دهنده است، یه تفاوتی داره. من کنار قابل لارو دائم پیوند قابای لارو رو قابای پیوند رو یه جا از کندو میدم، مثلا تعیین میکنم میگم قاب 5 من فقط پیوند میدم، دیگه جاهای مختلف کندو نمیدم. قاب 5 یه پیوند میدم، یه قاب پیوند میدم کنار دو تا لارو. این که پذیرش شد، فردا سری جدید پیوند خواستم بدم، اینو میذارم پشت قاب لاروم، یکی دوباره میدم قاب 5. قاب 5 میشه محل تولید ژله و پذیرش در کندو. میشه هر 3 روز، هر 2 روز این کارو کرد. بستگی داره چند تا کندوچه داشته باشیم، دیگه ربطی به این حرفا نداره. پس چیکار میکنیم؟ نکته مهمی که توی کندوی شروع کننده خاتمه دهنده داره، سازماندهیش عین همون کندو خاتمه دهنده است، با این تفاوت که یه قابو تعیین میکنیم، میگیم مثلا این کندو قاب 5ش قاب پذیرش من، ملکم که ملکه مسن پایینه، و قاب 5 کنار یه قاب لاروی این پیوند رو من معرفی میکنم. خب فردا که پیوند جدیدو میارم، اینو ور میدارم میدم سمت حاشیه، سمت طرفین کندو، قاب پیوند جدید رو میذارم چی؟ سر جای قبلیه. اینجوری زنبورا عادت دارن که این شکلی بیان و اونجا رو پذیرش کنن و بهش رسیدگی کنن. مزایاش چیه؟ مزایاش اینه که این کندو مثل استارتر از بین نمیره، هر دو قاب پیوند کنار هم، نه دو قاب پیوند کنار هم نشه، یه قاب لارو حتما که وسطشون باشه، لارو جوان حتما وسطشون باشه. مزایاش اینه که کندو من بین نمیره، کندو من برقراره و من میتونم دائم بهش پیوند بدم. دومی که کمک آنچنانی لازم نداره، اگر با فواصل معقول بهش پیوند داده بشه کمک آنچنانی لازم نداره. این کندو خودش قویه، ملکه داره، داره تخم میریزه، ملکه نوزاد داره، زنبور جوان داره، همه چیز برقراره، داره غذا بیرون میاره خودش، خیلی لنگ نیست، خیلی اوضاعش وخیم نیست. عیبش اینه که اگر درصد پذیرش برام مهم باشه، اینجا درصد پذیرشش ممکنه کم باشه. درصد پذیرش کم باشه، میگم از نظر من مطلوب، ولی شاید از نظر خیلی ها نامطلوب باشه و دنبال پذیرش بالای 95-90 درصد باشه. نه ملکه خیلی پیرم دیگه نباشه، ملکه نباشه که کار افتاده باشه، ملکه باشه ملکه پیری که من میگم برای این خوبه، خوب شد پرسیدین، یه زمستون از سنش گذشته باشه، همین، این ملکه مناسب این کار، خیلی هم پیر نباشه که نتونستن کندو رو اداره کنه. عیب دیگه هم که داره اینه که تو تعداد بالای خود شما ممکنه محدودیت بخورین. تعداد بالایی که میگم بالای 2000-3000 تاست. میگم زنبورداری الان پرورشنده مرکه من میشناسم، همین تهرون هم کار میکنه، 2000-2500 تا مرکه در سال سفارش میگیره، کارش انجام میده و همش هم با همین استارتر هست. این که چند تا بهش میشه یه دونه بهش چند تا میشه پیوند داد، تو هر بار شما میتونید از 15 تا، از 10 تا میتونید بدین تا 30 تا. چرا میگم 10 تا؟
برای که دیگه آخرهای فصل دیگه نمیتونی شما تعداد زیاد به این پیوند بدین، کشش دیگه نداره طبیعت. برای اینکه بخواد اگر 30 تا بهش بدین دوباره 10 تاشو پذیرش میکنه، ولی 10 تا بهش میدین که 9 تاشو پذیرش کنه، ازشون هم بهشون هم غذا بده و تا آخر کار برسونه. پایان کار این چیه؟ پایان کارش هم این همون کندوی فینیشره، میتونی خوردش کنی، میتونی هم رهاش کنی، این میشه کندوی معمولی. ولی بهتره چون مالکش هم مسنه، اینه که لاقل طبقه و اون بدنه بشه دوتا کندو، دوتا کندوی جداگانه، یعنی مثلا بالا بشه یه هفتش قاب، پایین هم بشه یه هفتش قاب، دوتا ملکه جدید هم بشون بدیم و کندو بشه کندو. بله قابا رو که عوض میکنیم بچه، اگر رها کنیم بچه میده. چرا بچه نمیده؟ ما اینو در مرحله شاخون سن 11 روز 11 هم دیگه باید در بیاریم معرفی کنیم به کندو چامون. خب اقتصادی هم دارم دمش صحبت میکنم. بهتر از پیوندها یا ملکه هایی که به تازگی پرورش دادیم در کدام مرحله غربال شدن؟ یعنی اونی که عیب داره کجا غربال بشه؟ تو کدوم مرحله پیوند؟ تو کدوم مرحله پرورش ملکه؟ ببینید تو مرحله پیوند اصلی ترین مرحله‌ای که در واقع تأثیر میذاره رو قیمت تمام شده ملکه هم بذارین هرچی لارو به درد نخوره اینجا حذف بشه، بذارین هرچی لارو نامطلوبه تو این مرحله حذف بشه و ما پیوندهامون پیوندهای با کیفیتی باشه، یعنی هرچی تو کندمون بدونیم اینا لااقل مشکل خاصی نداشته. تو دوره لاروی یعنی به کندوی فینیشر دادیم هم حذفش خوبه. تو دوره شفیرگی یعنی وقتی در سلول ها بسته شده، بعضی زنبوردارا میان اینجا کندو رو بازدید میکنن و شاخون های کوچیک رو حذف میکنن، مثلا میاد میبینه 20 تا شاخونه، از 20 تا 19 تاش اندازه کافی داره، یه دونش کوتاه ترین شاخون رو حذفش میکنه، میگه به درد من نمیخوره و این رو از چرخه تولیدش خارج میکنه. وقتی ملکه باکر شد هم میشه روش یه بررسی کرد، ولی انقدر دیگه برای ما تأثیر رو قیمت نداره. ملکه جفت رفته من یه زبده گوشم یه دونه تیک، یعنی دوست من آقای سعید اسدی پرسیدن که یعنی گفتن که کندوچه، نه تو مرحله کندوچه باید حتما زبدره، منظور اینه باید حتما ارزیابی بشه چون داره دست مشتری میره، ولی دیگه هزینه خورده براش، یه کندوچه براش حروم شده، 14 روز این کندوچه علاف بود و دیگه ارزش برای من نداره، از نظر اقتصادی نمیتونم حساب بکنم. آقای حمید اخوان طباطبایی تو روش استارتر فینیشر اون نه دیگه، اصلا نکتهش اینه که ملکش فعال در حضور ملکه این کار داره انجام میشه. الان میگم اینو در فینیشر اگر پیوندها شاخونها همه رو برداریم، کندو خودش اقدام به شاخون زدن نمیکنه. چرا اگر شما تو فینیشر همین سازماندهی انجام بدین به احتمال خیلی زیاد بالا زنبور شاخون بزنه و اصلا از همین خصوصیت دارین استفاده میکنین و بهشون پیوند میدین. ببینین یادتونو گفتم هرچی دخالت تو کندو کمتر شده باشه نتیجه تولید ملکه بهتر خواهد شد. تو استارتر 4 ساعته دیدین چقدر به هم ریختن و چقدر شلوغ کاری داشتین. توی استارتر فینیشر با ملکه که آخرین باری که شما دیدیم ایشون، این دوتا، این و این کندو که در موردش صحبت کردیم و کندوی استارتر فینیشری که داشتیم، یعنی فینیشر و استارتر، این در این دوتا کمترین دخالت تو کندو انجام شده. ترتیب قابا خیلی به هم نخورده، ملکه حضم نشده، نوزاده حضم نشدن، هی بتکون زنبور رو بتکون فرچه بزن نداشتیم، برنامه شکل نداشتیم. در نتیجه کیفیت این ملکه ها خوبی خواهند شد، استرس کمتری کشیدن. بعدها توی جایی در مورد سیاه شدگی شاخون صحبت میکنم، تو کندوهایی که استرس زیاد کشیده باشن بستر نوزما فراهم میشه، بعد یه بیماری دیگه میاد که کل دشمن پرورش ملکه است و میزن شاخونهای ما رو خراب. آیا میزان غذای لارو در کندوهای پرورش دهنده اهمیت دارد؟ بله شوخی نکن.
ببینی این یه کندویه که لاروهاش غرق در ژلن. ایتالیاییه، لاروهاش غرق در ژلن. این رو من اگه میخواستم انتخاب کنم به عنوان کندوی استارتر فینیشر، این رو انتخاب میکرد. برای کندوی پرورش دنده مرکه این رو انتخاب میکرد، چون ژله شیری رنگ و به مقدار زیاد داره تولید میکنه. این دوتا امتیازه، حواستون باشه. یعنی اینکه کدوم کندو رو انتخاب بکنیم، اگر اینجا یه مثال دارم، اگه 4 تا کندو ما داشته باشیم، خب بخوایم یه کندوی پرورش دنده مرکه یک استارتر فینیشر از توش در بیاریم، کدوم یکی رو انتخاب میکنیم؟ این مرکه درشت یعنی مرکه جوان، اون مرکه ریز یعنی مرکه که یه زمستون گذرنده، اونی هم که جلوش مرکه نداره یعنی مرکه نداره اصلا. پایینم نوشتم لارو خشک بدون لارو، لارو تر، کدوم برای پرورش مرکه مناسب تره؟ از سمت چپ اولی، دومی، سومی یا چهارمی؟ ببینین دوتا وسطی ها که سبز، لارو تر، خب اینا گزینه‌های خوبی هستن. همین الان صحبت کردیم دیگه، لارو زیرش پر ژله، ژله سفید رنگ، این مطلوب یک پرورش دنده مرکه است. اما حالا بین این دوتا وسطی کدوم یکی بهتره؟ اونی که مرکش یه زمستون گذرونده. دیدین؟ حله؟ متوجه شدیم؟ پس همینجوری نیست که ما یه کندو رو برداریم استارتر فینیشر کنیم یا استارتر کنیم. مخصوصا وقتی استارتر فینیشر با ملکه داریم، مهمه که چه شرایطی داشته باشه. لارو تر داشته باشیم، ملکه هم یه خیلی پیر نباشه، خیلی هم جوون نباشه. خب دوستان صدای من دارن؟ هیچکی چی نمیگه. چرا ما از اول خب من یه چیزی هم اینجا تجربه کردم، پیوند زدم آقای حقیقی‌فر اینها تو این کندوهای من میام 4 تا کندوه میخوام ببینم کدومشو بکنم کندوی پرورش دنده ملکه. نگاه میکنم قابا رو، میبینم دو تاش لارو خشک داره یا لارو نداره، دو تاش ولی غرق ژلن لارو باش، میگم این دوتا کندو کاندیدان، از بین اون دوتا کدوم انتخاب کنم؟ اونی که لارو تر داره، اونی که ملکه مسنتر داره. یعنی هم لارو تر داره، لارو خیسن و زیر ژلن، زیرشون پر ژله است، هم یه ملکه زمستون گذرونده داره. یه خطایی هم اینجا کردم که گفتم شما بدونین. خطا اینه که اومدم یه سال تو کندوی استارتر فینیشر با ملکه شروع کننده خاتمه دهنده که ملکه هم توش حضور داشت، انقدر این کندو دیگه عادت کرده تو اون قاب شماره 5 ملکه پرورش بده، من اومدم پیوند زدم، هوا خراب بود، خوب تشخیص ندادم، چند تام لارو نر انتقال داده بودم. اینا لاروهای نر رو هم پذیرفته بودن و اینهاش شاخونای بلند شده بودن. دلیلش هم همون چیزی که گفتم، اون پروتئینه نیست که اینا مثل چسب نگه داره، چون غذای نرا متفاوته و هی اینا لیز می‌خوردن میمدن پایین، زنبورم ژله می‌ریختن و سلولو می‌آوردن پایین‌تر و یک ژله خیلی با طعم تون و زیادی هم تولید کرده بود. گفتن فقط اینم داشته باشین که یعنی وقتی کندو میفته به حال پذیرش سلول، دیگه اینجوری نیستش که مثل اولش نیست، شرایط هر چی بهش بدیم میپذیره. یعنی اونم بارای اولش خوره، بار تا سه بار اولش خوره مشکلی، کم کم پذیرش میفته رو غلطک و دیگه ما به مشکلی بر نمیخوریم. مرور مطالب گفته شده، نمیدونم آره از نره، ولی حالا انکروموزوم نمیدونم با اون روش چه فرقی میکنه یا نه، چون روش آقا یگانه متفاوته با این. چرا این انقدر برمیگره از اول؟ خب مراحل بگم، ما میاییم دو روز قبل از پیوند کندوهای استارتر فینیشرمونو آماده میکنم. اگه کندو استارتر 4 ساعته داشته باشیم، 4 ساعت قبل از پیوند این کار انجام میدیم. این شد قدم اول. قدم دوم اینه که پیوند لارو یک روزه یا کمتر رو برمیداریم از اون کندوی پذیرندمون و میذاریم داخل فنجانک و میدیمش چی؟ به کندوی استارتر. اگه دادیم به استارتر، بعد از یه روز درش میاریم، انتقالش میدیم به فینیشر، به کندوی خاتمه دهنده.
یا اینکه مستقیم پیوند زدیم انتقالش میدیم به یک کندوی استارتر فینیشر با ملکه، که این تصویری بود که اونجا گذاشتم. این شد کل ماجرای پیوندمون تا ملکمون. میمونه تغذیه 113. من اینجا بنویسم. خب برای امروز هر کی سوال داره اگه از من بپرسه ممنون میشه. هیچ کی سوال نداره؟ من پیشنهادم استارتر فینیشر با ملکه است. کلونیا پدری فردا شده. استارتر فینیشر با ملکه است. قفس ملکه رو میگم چی کار میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، ملکه چطوری میگیرید بعد رنگ کنید. اونو فردا حتما میگم انشالله. اونم مناسبه، در مورد کندوچه هم صحبت میکنم آقای خافی، این که هر کدوم چه خصوصیتی دارد. آقای باقرزاده عزیز، فیلم ها سایت مشکل داره، سایت ای سمینار فیلم ها، همین به محض اینکه مشکلش رفع بشه من همه رو آماده میکنم و انشالله به امید خدا بارگذاری میکنم. بازم مطالعه امروز میشه یه نظری در موردش بدین، خوب بود و آیا براتون مفید بود؟ اگه مفید نبود چی دیگه باید وایسن دیگه هست. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله. حالا اگه نظری دارین که فکر میکنین خوبه من بدونم و حالا نمیخواین اینجوری علنی هم جون همه بگین که هستش قطعا، در گوش من بگین ضرر نداره. فردا در مورد کندوچه، جفتگیری، بیماری ها و اینای خود صحبت میکنیم انشالله. انشالله خسته نباشید. من اینا رو باز میذارم دوستان، فردا انشالله قبل از اینکه کلاس شروع بشه وارد شدین، ویدیوها رو اینجا از این قسمت بالا سمت چپ دانلود بکنید حتما. من سعی میکنم ویدیوها رو کامل کنم، گذاشته بودم یه سری دوستان دیدن سایت مشکل داره، اونو از بالا حذف شده. انشالله موفق باشین. از من خدا حافظ. خدا حافظ. شماره منم اینها. این یکی ممنون مرادی. اینم یکی دیگه. از پشتیبان عزیزم تشکر میکنم، خیلی ممنون، خسته نباشین. فیلم ها رو همین امشب بارگذاری میکنم، فیلم وبینارم که ایشالا همین امشب.